چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده ما نیکجا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهرت وطن شد بیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو درود میفرستم به هموندان عزیز، بینندگان و شنوندگان نشست امروز مهستان. سخنران امروز ما جناب دکتر مسعود نقره‌کار هستند. ایشون پزشک، نویسنده و پژوهشگر هستند و در سال 1332 در تهران زاده شدند. از سال 1347 نوشتن را آغاز کردند و نویسنده پرکار و شناخته شده هستند. و همین کار من راحت میکنه و واقعا نیازی به معرفی ایشون نیست. فقط اشاره کوتاهی میکنم به برخی از نوشته‌های جناب نقره‌کار. دکتر نقره‌کار تا کنون 30 کتاب در 4 عرصه منتشر کردن. 6 کتاب در زمینه تاریخ جنبش روشنفکری و کانون نویسندگان ایران، برای نمونه مجموعه 5 جلدی بخشی از تاریخ جنبش روشنفکری، بررسی تاریخی تحلیلی کانون نویسندگان ایران. 5 کتاب در زمینه دگراندیشی و کشتار دگراندیشان در ایران، برای نمونه کتاب مقدمه ای بر کشتار دگراندیشان در ایران. 8 کتاب در زمینه پزشکی و روانشناسی، برای نمونه مقدمه ای بر روانشناسی علمی پاولوف گرایی و یا کتاب تراژدی بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در ایران. 10 کتاب در زمینه ادبیات داستانی، برای نمونه رمان‌های هذیان‌های مقدس، بچه‌های اعماق و یا مجموعه داستان کوتاه نوعی از زندگی و رمانی که به زبان انگلیسی منتشر شده با نام مسیح گورستان طلایی. چند تا از کارهای تازه‌تر جناب دکتر نقره‌کار عبارتند از پژوهشی درباره نقش سیاسی و اجتماعی جاهل‌ها و لات‌ها در تاریخ معاصر ایران، رمان هذیان‌های مقدس، رمان رویاهای آبی، رمان روزی که من ایرانی امریکایی شدم و نهایتاً تراژدی رنج‌های خلاق، نگاهی به خودکشی هنرمند. از اونجا که دکتر نقره‌کار سخنگوی جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هستند و این جمعیت در سالهای اخیر در مبارزه با حکومت اسلامی فعال بوده، ازشون دعوت کردیم که برای آشنایی بیشتر با جمعیت سکولار دموکراسی برای سوسیال دموکراسی برای ایران در مهستان سخنرانی کنن. پیش از این که البته ازشون خواهش کنم که میکروفون رو باز کنند، یک پاراگراف رو من از سایت جمعیت سوسیال دموکراسی انتخاب کردم که برای دوستان میخونم. دوستان ما در جمعیت سوسیال دموکراسی نوشتن: ما فعالین سیاسی هستیم که هر کدام دست کم بیش از 4 دهه از عمرمان را با فعالیت و مبارزه سیاسی و فرهنگی در راه تحقق آرمان‌های سوسیالیستی سپری کردیم. ما به این نتیجه و برداشت رسیدیم که گزینه سوسیال دموکراسی یا مردم سالاری اجتماعی راه حل بخش بزرگی از نابسامانی‌ها، نارسایی‌ها و ناهنجاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ما است. در گمان زنی ما، در پرتو اندیشه و کردار سوسیال دموکراتیک میتوان گرد آمد، سازمان یافت و پس از رفع مانع اصلی تحقق رفاه و آزادی در میهنمان، یعنی حکومت اسلامی، حاکمیت و جامعه سوسیال دموکراتیک سامان داد. دکتر نقره‌کار درود به شما، خوش آمدید. بفرمایید، خواهش میکنم میکروفون در اختیار شماست. میکروفون بسته است.
بعد با پوزش صدا من هست؟ بله بله. سلام میکنم و درود میفرستم به همه عزیزانی که در این نشست حضور دارید و سپاسگزار دوستانی هستم که این نشست رو فراهم کردن. خوشحالم با شما هستم. در رابطه با جمعیت سوسیال دموکراسی البته شما اشاره کردید، من سعی میکنم که یه مقداری با جزئیات بیشتر در رابطه با این جمعیت یه سری اطلاعات و خدمت دوستان ارائه بدم. حدود 8 سال قبل چند تن از دوستان از جمله خود من پس از یک گفتگوها و بحث‌های سیاسی تقریبا طولانی به این نتیجه رسیدیم که سوسیال دموکراسی، یعنی ایده سوسیال دموکراسی و نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر این ایده میتونه در جامعه ما تحقق پیدا کنه و مشکلات جامعه رو کاهش بده و جامعه رو در راه رسیدن به یک جامعه آزاد، یک جامعه آزادگان و یک جامعه آباد پیش ببره، سوق بده در اونجا. خب دوستانی که در واقع حول یک دیگه جمع شدیم، در ابتدا 4 نفر بودیم، آقای مهدی ذوالفقاری که الان اینجا حضور دارن، آقای رضا فرد، آقای وحید بدیعی و من. به هر حال پس از این گفتگوهایی که عرض کردم، البته این نگاه را من ابتدا هم بگم، همون موقع هم نظرمون این بود که برای تحقق سوسیال دموکراسی در جامعه ما بدون تردید پیش نیازها و پیش زمینه هایی ضروری است و این نگاه رو هم نداشتیم که وقتی چنین برداشتی رو داریم بلافاصله بعد از اینکه جمهوری اسلامی بره میتوان سوسیال دموکراسی رو در جامعه همون متحقق بکنیم. در هر حال ما 4 نفر به این نتیجه رسیدیم یک محفلی رو شکل بدیم و علاوه بر این که در این محفل سعی بکنیم شناخت خودمون رو از سوسیال دموکراسی بالا ببریم، آنچه که برحال مطالعه میکنیم و میشناسیم رو هم در اختیار دیگران قرار بدیم، یعنی در واقع یک محفل نظری و سیاسی. خب برنامه‌ای هم که داشتیم به این شکل شروع کردیم که ضمن مطالعه متون انگلیسی در این رابطه و متن‌های تازه در این راستا هم پیش رفتیم که با کسانی که خودشون سوسیال دموکرات میدونن و در این رابطه تجربه‌ای دارن در واقع گفتگو بکنیم، رایزنی بکنیم و اونها رو هم حتی به شکل مصاحبه به کمک دوست عزیزمون آقای وحید بدیعی که مدیر رادیو پویا هم هستن منتشر بکنیم. به همین خاطر نخستین دفتر سوسیال دموکراسی رو این محفل منتشر کرد با مصاحبه های متعددی که با بسیاری از سوسیال دموکرات‌های ایرانی و حتی مخالفین سوسیال دموکراسی داشتیم و در واقع گام اول رو در راستای اون کار نظری و تبلیغ خودمون برداشتیم. به تدریج با طرح این که چنین محفلی هست، خب دوستان متعددی به ما پیوستن و در واقع دیگه این محفل از حالت یک محفل 4 نفره بیرون رفتن به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی و تغییراتی درش ایجاد شد. ما به این نتیجه رسیدیم بعد از مدتی که هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی دیگه میتونیم به عنوان یک جمعیت هوادار سوسیال دموکراسی و یک جمعیتی که به سوسیال دموکراسی باور داریم فعالیت کنیم و فعالیت خودمون رو در واقع سازمان بدیم، هم به لحاظ تبلیغی ترویجی بیرونی و هم در رابطه با اون حیات درونی خود جمعیت یا محفلی که به جمعیت تبدیل شده. به هر حال این جمعیت شکل میگیره حدود 7 سال قبل و در ادامه همون فعالیت های تبلیغی و ترویجی سایتی رو دایر میکنیم تحت عنوان سایت آزادی و عدالت و همینطور در شبکه های مختلف سعی میکنیم فعالان حضور داشته باشیم و علاوه بر ادامه مطالعات خودمون کارهایی رو هم در زمینه تبلیغ و ترویج سوسیال دموکراسی منتشر کنیم. خب دفتر دوم سوسیال دموکراسی
منتشر شد و الان هم دفتر سومش آماده انتشار است. تو در همین مسیر خب باز هم ما به تدریج به این نتیجه رسیدیم که دیگه زمانی است که ما میباید جمعیت برای خودش برنامه تدوین بکنه و در این حال اساسنامه، برای که همونطور که عرض کردم به هر حال تعدادی که به این جمعیت افزوده میشد به هر حال شرایط جمعیت رو متفاوت میکرد. به همین خاطر بعد از مدتی اساسنامه تدوین شد، در واقع پیشنویس یک اساسنامه و بعد هم برنامه جمعیت به عنوان پیشنویس برنامه جمعیت که الان دیگه آماده است. این که عرض میکنم پیشنویس برای اینکه نگاه ما هم این بود که این جمعیت این چشمنداز رو برابر خودش میدید که با تقویت کمی و کیفی خودش بتونه در آینده یک جمع بزرگتری و یک کنگره‌ای رو برگزار بکنه و این برنامه و اساسنامه در واقع در اون کنگره به تصویب برسه. در راستای فعالیت‌های خودمون من واقعا وارد ریز فعالیت ها نمیشم. تو حوزه تبلیغ همونطور که عرض کردم جمعیت ضمن انتشار اون دفاتر و همینطور سایت جمعیت و فعالیت در شبکه‌ها بیانیه‌های مختلفی رو در رابطه با رخدادهای سیاسی جامعه همون و رخدادهای جهانی منتشر کرد. علاوه بر این ویدیوهای آموزشی در رابطه با آموزش سوسیال دموکراسی و در این حال برگزاری دو همایش، یکی همایش در رابطه با مسئله سوسیال دموکراسی و مسائل مربوط به سوسیال دموکراسی و یکی هم در رابطه با مسئله نب جمهوری اسلامی آری به همبستگی. در حوزه تبلیغات به هر حال کارهای دیگه هم شده که من به اونها اشاره نمی کنم. اما اون چیزی که فراروی ما قرار داشت و به عنوان به هر حال میشه گفت وظایف عاجل ما و وظایف مهم ما مطرح میشد، در کنار اون عرض کردم که سامان دادن حیات سازمانی خود این جمعیت که مسئله اساسنامه و بعد برنامه مطرح میشه، سه نکته و سه حوزه مهم مورد نظر ما بود برای فعالیت و الان هم هست و ما در اون سه حوزه حرکت میکنیم. یکی این که برداشت ما این بود که و این هست که سوسیال دموکرات های ایران واقعا پراکنده هستند. لااقل در سطح خارج کشور داریم میبینیم جمع‌ها و محفل های متعددی هستند تحت عنوان سوسیال دموکرات فعالند و همینطور شخصیت های منفرد. تلاش ما این بوده و هست که بتونیم تا حدود این دوستان دور هم جمع بشیم، گرد هم بیایم و بتونیم در آینده یک سازمان بزرگتر و تا حدودی سازمان فراگیر از سوسیال دموکرات‌های ایرانی شکل بدیم. حالا بعدا تحت‌تر عنوان شاید تبدیل بشه به یک حزب. اینها رو دیگه گام‌های بعدی و اون مسئله کنگره که اشاره کردم روشن خواهد کرد. منتها یکی از کارهایی که الان مد نظر ماست و جمعیت داره انجام میده این هست. نکته مهم دیگه شرکت در ائتلاف‌های سیاسی است، در همکاری‌ها هم برای هماهنگی‌ها در این حال و شکل دادن یا حالا یک اتحاد عمل ائتلاف یا با عناوین مختلفه دیگه. اونجا قصد همکاری حول نقاط اشتراکی وجود داره در میان اپوزیسیون. در این راستا به هر حال سوسیال دموکراسی همونطور که بهتر می‌دونید این توانایی، این ظرفیت و این ائتلاف رو در وجود خودش داره برای همکاری و همینطور ایجاد هماهنگی و همبستگی. به همین خاطر هم ما در رابطه با همکاری ها دست همکاری به سوی بسیاری از سازمان ها شخصیت ها در واقع دراز کردیم و در این حال در جمع هایی که در این رابطه شکل می گرفت یا حرکت داری که می شد حضور پیدا می کردیم و حضور پیدا می کنیم به شکل فعال. برای ما محدودیتی برای همکاری و هماهنگی وجود نداره. اصلهایی که مورد تایید ما هست اصل مشخصی است، در واقع هر سازمان هر گروهی این اصول رو قبول داشته باشه، باور داشته باشه به آزادی، دموکراسی، سکولاریسم و همینطور حقوق بشر و تمامیت ارضی. اینها محورهای همکاری ماست و خب در کنار اینها
نگاه ما هم مسئله سرنگونی و براندازی جمهوری اسلامی است. اینها نکات و محورهایی است که در واقع ما رو نزدیک میکنه به هر شخصیت، هر گروه برای همکاری و فعالیت در راستای شکل‌دهی یک ائتلاف و کمک به شکل‌گیری اون نیروی اجتماعی که به گمان ما میبایستی در داخل ایران و به کمک اپوزیسیون در خارج کشور مانع اصلی دستیابی به اون مؤلفه‌ای رو که عرض کردم، یعنی حکومت اسلامی رو از سر راه برداره و برای گام‌های بعدی. نکته بعدی تو همین رابطه، مسئله مهمی که باز مد نظر ما بود، پیوند با جنبش‌هایی که در داخل کشور جریان داره. ما به عنوان جمعیت سوسیال دموکراسی تلاشمون این بود که با جنبش‌های سیاسی در داخل و یا حرکت‌های و جنبش‌های مدنی و کارگری و جنبش‌های صنفی به طور کلی ارتباط برقرار کنیم. در این راستا هم تلاش‌های ارزشمندی جمعیت داشته و داره، به ویژه در پیوند با امضا کنندگان بیانیه 14 نفرها و برخی دیگر محافلی که در داخل ایران هستند. تلاش ما اینه که این پیوند رو در واقع تحکیم ببخشیم و در این حال سعی بکنیم که این رابطه تسری پیدا بکنه به سازمان ها، جریان ها و احزاب دیگه. این در واقع یک خلاصه بود در پیوند با جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران. امیدوارم که پرحرفی نکرده باشم، کافی باشه. اگر توی این رابطه هم پرسشی باشه من بتونم پاسخ میکنم. میبینم که برخی از دوستان عضو جمعیت سوسیال دموکراسی، آقای آشوری، آقای ذوالفقاری و برخی دیگر از دوستان هم حضور دارن. اگر چیزی رو من از قلم انداختم اون دوستان هم میتوانن به من کمک کنن. سپاسگزارم. سپاسگزارم از شما. عرض کنم که معمولا پس از صحبت سخنران دوستان نوبت میگیرن اینجا در زوم و پرسشی اگه یا دیدگاهی داشته باشن بیان میکنن و همچنین از اون راه های معمولی که هست و مخاطبان ما در جریان هستن نظراتشون پرسشاشون رو میفرستن و خانم قیاسفند میخونن از اون طریق. امروز دوستان لطف میکنن چون من در واقع دسترسی مستقیم ندارم، از برای من منتقل میکنن که من کارشون رو انجام بدم، پرسش های بیرون رو و دیدگاه های بیرون رو من میخونم برای دوستان. فقط برخی از مخاطبان ما، من حقیقتش پیام گرفتم که قدری شاید پرسش دارن که این پرسش ها، دیدگاه ها در مهستان با چه معیاری انجام میشه. فکر کنم این مهمه که ما این در نظر بگیم معیار ادب و احترام به سخنران، حاضرین در نشست، مخاطبان، خب این که همه جا رعایت میشه و اینجا هم، و اینکه پرسش ها و دیدگاه ها در چارچوب بحث باشه، از این چارچوب خارج نشه، مگر اینکه سخنران مایل باشه موضوعی رو خودش مطرح بکنه، به میل خود سخنران موضوعی رو مطرح کنه، که بعد دوستان خب طبیعتاً این حق خواهند داشت که اگر پرسش یا دیدگاهی دارن در اون زمینه مطرح کنن. در داخل اتاق زوم هموند ما جناب سایی نوبت گرفتن. در این مورد عرض من دکتر نقرکار، شما صحبتی نداشتین که من بگیرم پرسش های دوستان رو دیگه از یا نظر های دوستان رو؟ نه، من سعی کردم خیلی کلاسی راجب جمعیت خدمتون بگیرم. متشکرم از شما. جناب سایی بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون از جواب نقرکار فرمایشاتشون. من دو تا مطلب میخوام عرض کنم خدمتتون. یکی این که شما چند تا کمپین و چیزهای ضد جمهوری اسلامی پیوستیم، مثل نوه جمهوری اسلامی و بیانیه 14 نفر، ولی که الان من توی برگه عضویتتون میخوندم اینجا یه خطی هست که نوشتین که حزب سوسیال دموکرات ایران هدف دارد در جمهوری اسلامی فعالیت کند، و ضمن اینکه حالا عضویت در این حزب کار خلاف یا که مشاهده حمله بر کار خلافی به شاید احتمالاً نظر جمهوری اسلامی باید بگیم نیستش. این یکی. و دوم اینکه در همین
بیانیه عضویتتون دو سه مرتبه دولت سوئد رو مثال زدین. من خودم سوئد زندگی میکنم البته، و اینکه الان حزب سوسیال دموکرات سوئد با اینکه اکثریت رو داره، چندین سال پیاپی که اون اقبال و مقبولیتش رو بین خود سوئدیا خیلی از دست داده، حالا به دلایل مختلف که اینجا جای باز کردن این بخش نیستش. میخواستم ببینم که چه مسئله ای باعث شده که فکر کنید که این سلوشن یا این راه حل حزب سوسیال دموکرات قراره توی ایران جواب بده. ممنون میشم. متشکرم. ممنونم. بفرمایید. خواهش میکنم جان. ببینید، ما به عنوان حزب سوسیال دموکرات فعالیت نمی کنیم. نمیدونم اون عضویتی که شما میگید اگر تحت عنوان حزب سوسیال دموکرات هست ارتباطی با جمعیت سوسیال دموکراسی پیدا نمی کنه. احتمالا مربوط به یه مجموعه دیگه است و ما هم در رابطه با جمهوری اسلامی موضعمون خیلی روشن و صریح است، همطور که من الان خدمت گفتم. این هستش که من یه مقدار تردید دارم که اون برگ عضویت که بهش اشاره میکنید اصلا متعلق به جمعیت باشه. البته اساسنامه جمعیت بیرونی منتشر شده، ولی یه مقداری الان گفتید حزب سوسیال دموکرات، من فکر میکنم، نمیدونم آیا از سایت ما برداشته شده یعنی سایت جمعیت یا از جای دیگه، این برای من روشن نیست. اگر روشن میشه خب یک مقداری شاید پاسخ روشنتری میتونم بدم. اما در مورد اینکه چرا ما فکر میکنیم سوسیال دموکراسی در ایران در آینده البته جواب خواهد داد، این رو به هر حال بر اساس اون تجربه هایی که الان ما باهاش مواجه هستیم مطرح کردیم. هم تجربه گذشته خودمون، ما یه تجربه این مجموعه که عرض کردم در گذشته داشت، ما بیشترمون اکثرمون البته با آرمان های سوسیالیستی سالها فعالیت کردیم و به هر حال در اون رابطه شناخت و تجربه ای هست، و در این حال هم جدا از اون تجربه گذشته خودمون در خارج از کشور هم خب به هر حال به عنوان تبعیدی آمدیم، زندگی کردیم و تجاربی هم در اینجا اندوختیم. بر مبنای اون تجربه گذشته خودمون، تجاربی که اینجا داریم و شناختی که از جامعه خودمون داریم، از اون ساخت و بافت جامعه خودمون به طور کلی، من وارد جزئیات نمیشم، به این نتیجه رسیدیم که در آینده سوسیال دموکراسی میتواند پاسخگوی برحال بسیاری از مشکلات جامعه ما و رسیدن به اون جامعه که بهش اشاره کردم باشه. سپاسگزارم از شما دکتر. عرض کنم من این رو اشاره بکنم، آدرسی رو گذاشتن آقای سایی اینجا که به یک سایت میره که برخی از اطلاعات سایت اصلی شما هم درش هست، ولی خب دوستانی که آشنا هستن میفهمن که این سایت شما نیست، حتی از نوشته های شما هم اونجا گذاشتن. سایت جمعیت آدرسش هست azadiwaedalat.com، سایت جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران azadiwaedalat.com هست، این سایت رسمی جمعیت هست. دوستان اگر موافق باشید یک پیام از بیرون میخوام بفرمایید دکتر. من این نکته رو اجازه دارم بگم؟ ببینید اون سایت متعلق به جمعیت نیست، سایت که اشاره کردید، البته مطالب مختلفی رو در اونجا اون دوستان عزیزی که اون سایت رو اداره میکنن از ماها میگذارن، ولی سایت جمعیت سایت آزادی و عدالت اجتماعی است و اون نه فقط اون سایتی که دوست عزیزمون بهش اشاره کرده، شما اشاره کردید، الان سایت های متعددی وجود داره و محافل متعددی که برحال تحت عنوان سوسیال دموکراسی فعال هست و خب امیدوارم که یه روزی بشه که این محافل به هم نزدیک بشن و این حالت پراکندگی و تشدد پیش نیاد، ولی اون سایتی که اشاره میکنید متعلق به جمعیت نیست. اون سایتی که آقای سایی گفتن مال جمعیت نیست؟ نه، جمعیت همون آزادی و عدالت اجتماعی است.
بله عرض کنم که آقای عمار نکویی از دانمارک نوشتن با سلام به اهالی مهستان، میگویند دانمارک کشور سوسیال دموکرات است. من در اینجا در دانشگاه درس میدهم و میبینم در این سیستم چیزی که مورد موافقت نیست رقابت هست. همه باید مثل هم باشند. اگر کوشش کنی از همکارانت جلو بزنی مورد شماتت قرار میگیری. نمیدانم این وضعیت بازدارنده نتیجه فرهنگ این ملت هست یا به علت تسلط سوسیال دموکراسی. اگر در این مسئله روشن بفرمایید بسیار متشکر خواهم شد. بفرمایید جناب. خب من فکر میکنم که این مشکلی هست شده بیشتر برمیگرده به تجربه خود اون دوستمون به اون محدوده. تو جامعه سوسیال دموکرات یا جامعه که برای نظام های همین دموکراسی اجتماعی یا مردم سالاری اجتماعی یا همین سوسیال دموکراسی رو این نظام های سیاسی اجتماعی اونجا هستن، مسئله رقابت به نظر من به عنوان یک اصل مهم، به عنوان یک حرکت سازنده مطرح هست. اون هم به عنوان رقابت های سالم و جهت برای پیشرفت کار و افزایش کیفیت کار. من فکر نمی کنم این ارتباطی به این ایده و این به حال تفکر سوسیال دموکراسی داشته باشه. متشکرم. جناب دانشور بفرمایید. خواهش میکنم آقای حسن دانشور. خیلی ممنون. درود میفرستم به حاضرین در نشست، مهمانان گرامی، به ویژه جناب دکتر نقره‌کار و همینطور بینندگان شنوندگان این برنامه. جناب نقره‌کار، از اونجایی که منم مثل بسیاری از ایرانیان مقیم خارج کشور زمان زیادیه که در یک جامعه با سیستم حکومتی دموکراتیک زندگی میکنم و در سیاست خودم رو سوسیال لیبرال میدونم، یعنی چیزی بسیار نزدیک به سوسیال دموکراسی، با علاقه به سایت جمعیت شما مراجعه کردم و مطالب بسیار رو مفید در اون هم یافتم. قبل از اینکه بخوام دو تا سوال رو مطرح کنم، نکته ای رو خواستم بگم و اونی که من امیدوار بودم که شما یه مقداری از تاریخچه خاستگاه سوسیال دموکراسی و نقش عظیم سوسیال دموکراسی در جبران مشکلات تمام کشور اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم و سازماندهی جامعه نوین دموکرات در غرب اروپا رو توضیح میدادین، برای حداقل شنوندگان شاید جالب بود. و من امیدوار هم هستم که نظر که در واقع بعد از جمهوری اسلامی یک حکومت سوسیال دموکرات در واقع در ایران بتونه قدرت رو در دست بگیره، دولت رو در دست بگیره، به خاطر اینکه وضعیت کشور ما بسیار شباهت داره وضعیت جنگ کشورهای اروپایی بعد از جنگ جهانی دوم، چه به لحاظ معیشتی، چه به لحاظ مشکلات طبقه متوسط، طبقات زحمتکش جامعه و همینطور ضعف مفرط بازار و اقتصاد کشور که مسببش میدونین 4 دهه حکومت اسلامی بوده. بنابراین بگمان من هم بهترین آلترناتیو دموکرات بعد از جمهوری اسلامی بگمان من هم همین سوسیال دموکرات ها خواهند بود، اگر تا اون موقع اینا تونسته باشن یک حزب برای خودشون تشکیل داده باشن و وارد مبارزات انتخاباتی بشن. اما یه مطلبی من در سایت شما دیدم تحت عنوان دوران گذار که عیناً اونو میخونم، بعد بر اساس این مطلب صحبتمو و سوالمو طرح خواهم کرد. در اونجا نوشته شده که تشکیل شورا یا دولت موقتی از گروه ها، سازمان ها، احزاب و شخصیت های دموکراتیک و آزادی خواه برای حفظ نظم و امنیت اجتماعی، گردانندگی جامعه و فراهم آوردن تمهیدات تشکیل مجلس مؤسسان برای تصویب قانون اساسی کشور اولین گام خواهد بود. یعنی این در واقع بخشی از یک پروژه است که این جمعیت برای دوران گذار در واقع طرح کرده. خب مبحث بسیار مهمیه و مبحث روز هم هست، بنابراین فکر کنم که بد نیست در این مورد سوالاتی دو سوال در واقع مطرح کنم. ممتاز، قبل از ترین سوالا برای که سوالام روشن باشه مفهومش یه توضیح کوتاه میدم. خب این که کشور تا
توسط شورا یا دولت موقت برای اداره دوران موقت برای حفظ در واقع نظم و امنیت داخلی و من اضافه میکنم اینطور امنیت مرزهای کشور و گرداندن امور روزمره مردم و تمهیدات تشکیل مجلس مؤسسان و من باز اضافه میکنم تمهیدات برای انتخابات مجلس ملی هم بدون تردید ضرورتی است که نخبگان باید بهش فکر کنن و در ایجادش هم بکوشن، در این هیچ تردیدی نیست. اما من دو تا سوال دارم با کمی توضیح. سوال اولم اینه که خب به گمان این جمعیت مرزهای عمل این دولت موقت یا این قدرت سیاسی موقت که میخواد ما را از بعد از جمهوری اسلامی به دموکراسی برسونه، مرزهای عملش چیه؟ یعنی چه کارهایی میتونه بکنه و چه کارهایی نباید بکنه که نتیجه کار با احتمال بیشتری به یک سیستم دموکراسی منتهی بشه. سوال دوم، پس سوال اول مرزهای عمل این دولت. سوال دومم اینه که چرا این جمعیت فکر میکنه که باید در این دولت موقت یا این قدرت سیاسی موقت گروه ها، سازمان ها و احزاب مشارکت داشته باشن؟ چون که میدونیم که بیرون از دموکراسی اینا همه مجموعه های کوچکی از افراد هستن بدون وزن سیاسی جدی. حالا بخششون هم سازمان های نظامی هستن که در کشورهای مجاور مثلا دفتر دستک دارن و تایید میشن و حمایت میشن. یعنی اینها نمایندگی هیچ بخشی از جامعه رو هنوز ندارن و اصولا بیرون از دموکراسی حزب یعنی ایدئولوژی و حضور این به اصطلاح احزاب و گروه های سیاسی در اون دولت گذار به چه معناست؟ به معنای حضور ایدئولوژی های سیاسی متنوع که برخلاف دولت های دموکراتیک هنوز این ایدئولوژی ها مورد پذیرش مردم قرار نگرفتن و ما باز میدونیم که فقط این تشکیلات های ضد دموکراتیک مثل کمونیست ها، مثل قومگرایان، مثل اسلامیست ها و مثل نجات پرستان هستند که بدون اون که از طرف مردم انتخاب شده باشن خودشون رو نماینده مثلا پرولتاریا یا نماینده اقوام یا نماینده الله و یا نماینده نژاد برتر میتونن. در نتیجه اونا احتیاج به انتخابات و روش های دموکراتیک در جامعه دموکراسی ندارن. خب مقوله نمایندگی در دموکراسی ما میدونیم که زندگی کردیم، دیدیم، خوندیم و میدونیم که ارتباط مستقیم داره با رأی مردم و صندوق های رأی که اونم تازه متکیش برای قانون اساسی دموکراتیک و یک روش دموکراتیک گزینش. خب این امور در بیرون از دموکراسی غیر ممکنه، نشدنی است. چون اگه شدنی بود ما با دموکراسی سر کار داشتیم، نه با یک حکومت توتالیتر یا حکومت دیکتاتوری. بنابراین سوال من اینه که ملاک شما در دموکراتیک نامیدن گروه ها و احزاب سیاسی چیست؟ چه میدونیم که امروزه به خاطر اعتبار دموکراسی حتی احزاب فاشیست هم خودش رو دموکراتیک مینامند. یعنی شما امروزه هیچ سازمان و یا گروه و یا حزب رو نمیتونید پیدا کنید که ما دموکراتیک نیستیم. بنابراین میخواستم ببینم چون اینجا توضیح داده شده که سازمان ها، احزاب و شخصیت های دموکراتیک، ما هستم میزان سنجش این دموکراتیک بودن این جریانات رو در چه میدونید؟ خیلی متشکرم. مرسی. ببینید اول اشاره کردید که انتظار داشتید من راجع به تاریخ سوسیال دموکراسی حالا در جهان باطله میگفتم. موضوع صحبت من این بود که جمعیت سوسیال دموکراسی رو معرفی کنم. بنابراین اون یه بحثی است اصلا در چارچوب موضوعی که من باید صحبت میکردم قرار نمیگرفت. اونو میشه بعدا بهش پرداخت. من شروع دو تا سوالی که کردید، اولا از به قول بچه های شما از دومی شروع میکنم بعد اولی هم میگم. تو رابطه با ملاک این که یک جریان دموکراتیک است یا نیست، خب این پرسش به گمان من پرسشی است که خیلی مطرح بوده تا به حال. طبیعی است خب مسئله مؤلفه هایی که اون جریان قبول داره، برنامه‌ای که داره، اون مجموعه
چارچوب برنامه ایش و همینطور حیات درونی خودش ملاک هست. یعنی اگر بخوایم یه جریان دموکراتیک بخوانیم جدا از اون برنامه و هر آنچه که به هر حال به عنوان نظر خودش مطرح میکنه، حیات درونی خود اون سازمان ملاک هست و در این حال عملکرد بیرونیش و مناسباتش با جریان‌های دیگه، رابطش با جریان‌های دیگه، مناسباتش با گروه‌های اجتماعی و به طور کلی میشه گفت با جامعه. بنابراین این ملاک‌ها ملاک‌های روشنیه. خب طبیعی است خیلی ها ادعا میکنن جریان‌های دموکراتیکی هستن، ولی شما حتی به حیات درونی خود اون سازمان یا حزب مراجعه میکنید، میبینید حتی درون خودشون دموکراسی رعایت نمیشه و در واقع سازوکارهای دموکراتیک اونجا عمل نمیکنه. بنابراین هم حیات درونی خود اون جریان، خب هم برنامهش و هم مناسبات بیرونیش، یعنی کردارش با جریان های دیگه و با گروه های اجتماعی. به نظر من از این مؤلفه ها میشه دریافت که یک جریان دموکراتیک هست یا نه. فقط بر اساس حرف فی الواقع میشود همان که انسان جعبه ی حرف هست به قول نیما. بیشتر ملاک کردار سازمانی و کردار بیرون است. یکی این نکته است در رابطه با اون مرزهای دولتی موقت که مطرح کردید. ببینید ما بعد از سرنگونی حکومت اسلامی با یک جامعه‌ای که در واقع درب و داغونه مواجه است. آن مجموعه‌ای که به عنوان دولت موقت اونجا میخواد فعالیت بکنه، قبل از هر چیز باید فکر کنه که این اقتصاد درب و داغان و این اقتصادی که به هر حال به ارث خواهد رسید برای اون دولت رو چگونه میتونه بازسازی بکنه در اسرع وقت. مسئله اقتصاد هست و در این حال مسئله آزادی و دموکراسی در همون حدی که اون دولت موقت میباید رعایت بکنه، چه در رابطه با همون مجموعه درونی خودش، چه در رابطه با مناسبات بیرونیش با جریان‌های دیگه و یا گروه‌های اجتماعی دیگه. یعنی هم تو حوزه اقتصاد، هم تو عرصه سیاست و هم تو عرصه اجتماع. طبیعی است که آنچه که در جامعه ما جاری است بعد از اینکه دولت موقت بر سر کار بیاد، مسئله آزادی است، مسئله فقدان آزادی است در جامعه ما. چیزی که اگر نشه به تدریج شکل بگیره، در واقع ما به همون سوسیال دموکراسی که من عرض کردم یکی از پیش زمینه ها و پیش نیاز ها هست، همون مسئله حدودی تحقق آزادی و اون فرهنگ مناسباتی که بین مردم تو جامعه هست. بنابراین من فکر میکنم اون دولت وظیفش قبل از هر چیز بازسازی در همین حوزه‌ای است که من عرض کردم و مرزهایی هم الان من نمیدونم منظور از مرزها با چه کسانی هست. یعنی مرزبندی که اون دولت باید داشته باشه، منظور با جریان‌ها و گروه‌های اجتماعی دیگه است اون مرز، و یا به طور کلی اون حوزه‌ای که من بهش اشاره کردم که بیشتر تلاش در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه در اون شرایط است. نمیدونم پاسخ دو سوال شما رو تا چه حد تونسته باشم ندارش. منظور من از مرزها مرزهای عمل دولت بود. من اشاره کردم که برای مرزهای عملش رو تو همون حوزه‌هایی که بهش پرداختم اون زمین ها من فکر کنم. متشکرم از شما. آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو نوشتن آیا ممکن است آقای دکتر نقره‌کار چند کشور که با سیستم سوسیال دموکرات اداره می شوند را معرفی کنند و فرقشان را با کشورهای سوسیال لیبرال بفرمایید؟ کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای اروپایی، کشورهای که هستن اینها در واقع به عنوان کشورهای خودشون سوسیال دموکرات معرفی کردن و در اون راستا هم تلاش میکنن هستن. من فکر کنم مشخص سوئد هست، نروژ هست، دانمارک هست و تفاوت
کشورهایی که ایشون میگن در واقع سوشیال لیبرال هستن، طبیعی است برمیگرده به همون بحثی که راجع به اصطلاح اون لیبرال دموکراسی هست، سوشیال لیبرالیسم هست و تفاوتشون با سوشیال دموکراسی. متشکرم از شما. آقای حیدری در اتاق زوم بفرمایید، خواهش میکنم. سلام آقای دکتر نامه‌کار، باعث افتخاره که صدای شما رو شنید، با شما مستقیم صحبت کرد. به عنوان کسی که پس از انقلاب، بعد از اینکه نسل شما به واقع درو شد به وسیله حکومت اسلامی و کسانی که ایده چپ داشتند در کنار البته دیگر آدمایی که ایده چپ نداشتند قتل عام شدند به معنی واقعی کلمه، و به حال به عنوان کسی که از همون محله هایی برخواسته از جامعه که شما در اون رشد نمود کردین، من هم به ایده های عدالت اجتماعی و اقتصادی تعلق خاطر دارم جناب آقای دکتر نقل‌کار، و به لزوم وجود احزاب سوسیال دموکرات برای تعادل بخشی یه سیستم اقتصاد بازار هم معتقدم، به ترتیبی که حتی در همین آمریکا که جناب علی و بنده تشریف داریم و زندگی میکنیم، به نظر من عدم وجود یه حزب سوسیال دموکرات، مثلا آقای برنی سندرز میخواست اونو نمایندگی کنه، کاملا محسوسه و خلأ اون احساس میشه. اما من دو سوال دارم. پاسخ به سوال های من شاید اگر شما بخواید به عمق فرو برید یه مقدار دراز دامن باشه، اما اگر فکر کردید که آقای عبتایی عزیز من سوالامو در دو نوبت بپرسم که احساس میکنم شاید اینطور بهتر باشه، من سوالامو در دو نوبت، دو تا سوالامو در دو نوبت میپرسم. سوال ابتدایی من آقای دکتر نقل‌کار عزیز اینه که در فردای گذار از رژیم اسلامی، آیا هدف شما تنها متشکل ساختن، یعنی در حال حاضر متشکل ساختن یه حزب سوسیال دموکرات برای دوره گذار و پس از دوران گذار از رژیم اسلامی برای موجودیت اون حزب سوسیال دموکرات در کنار دیگر احزاب سیاسیه یا خیر؟ دلیل این رو که میپرسم، دلیل این که این سوال رو میپرسم آقای نقل‌کار عزیز اینه که، و من مایلم جناب علی به عنوان کسی که میشه گفت جزو اندیشمندان به حال طیف چپ ایران هستید و من بارها دقت کردم شما از ساده سازی دوری کردید در صحبتاتون، در مصاحبهاتون که من همیشه دنبال میکنم، امیدوارم شما همون رویه رو در پاسخ به سوال من پیش بگیرید. چرا من این سوال رو میکنم؟ به دلیل این که آقای نقل‌کار، واقعیتش اینه که حالا از دیدی آدمی که به هر حال بعد از انقلاب روش رو نموف کرده و بعد به خارج هجرت کرده، بیشترین انشقاق در بین اپوزیسیون های جمهوری اسلامی در بین طیف چپ وجود داشته و وجود داره. من مایلم که جناب علی یه مقدار این رو آسیب شناسی بفهمه در اینجا برای ما که و از اون آسیب شناسی به اینجا برسید که چگونه این حزب سوسیال دموکراتیک شما یا جبهه سوسیال دموکراتیک شما به هر حال روشن کردید و استارتش رو زدید، میخواد این همه انشقاق رو در طیف چپ ایرانی های مخالف رژیم جمهوری اسلامی که گهگاه خیلی هم
از نقطه نظرات خودشون دور میشن و نقطه نظراتشون خیلی به نقطه نظرات طیفای خاصی نزدیک میشه در داخل. چگونه میخواید این رو پل بزنید و قصد و هدف واقعا چیه؟ آیا این مطلبی که بیان کردم بنده به عنوان یه آسیب یکی از دلایلی بوده که شما این حزب سوسیال دموکرات رو راه انداختید و امید دارید که شما بتونید اون آسیب‌هایی رو که چپ ازش رنج میبره به هر حال به نوعی اون آسیب‌ها رو ترمیم کنید یا خیر؟ من دو تا سوال دیگه‌ام رو نگه می‌دارم برای زمانی که دیگری که آقای ابتایی اجازه بدن. سپاسگزارم. ببینید من فکر میکنم البته امید من این است که این جمعیت نه خودش یاری محافل مختلف سوسیال دموکرات ایرانی شخصیت ها جریان های دیگه در کنار هم بتونن اون حزب یا اون جریان بزرگتر رو شکل بدن. ما در واقع جمعیت سوسیال دموکراسی این دید رو نداره که خودش در واقع محوری باشه و دیگران بیان حول اون جمع بشن. خودش رو یکی از شبکه هایی میدونه در کنار شبکه های دیگه سوسیال دموکرات باید اون جریان بزرگتر و فراگیر رو شکل بدن. و بعدم این نگاه نیست در جمعیت که خب ما سوسیال دموکرات ها حرف آخر رو میزنیم و یا ما تنها کسانی هستیم که در واقع چه قبل از چه در دوران گذار چه بعد از دوران گذار میتوانیم همه چیز را حل بکنیم. ما به کمک دیگران، یکی از ویژگی های مهم سوسیال دموکراسی بحث همبستگی است درش و بحث رعایت همدیگه کنار هم بودن، اون روحیه همکاری است و این خودشو تسری میده. نگاه به خود این جمعیت و خود اصلا سازمان های سوسیال دموکرات. بنابراین میخوام بگم که چنین نگاهی نیست. ما به عنوان یک جریان سیاسی با این ایده ها سعی میکنیم و تلاش ما این هست که در کنار جریان های سیاسی دیگه مشکلات جامعه خودمون رو حل بکنیم و در واقع جامعه رو در همون مسیر آزادی و آزادگی و آبادی سوق بدیم. بنابراین این نگاه تو جمعیت نیست، این نگاهی که من خدمت رو عرض کردم و تمام تلاشمون این هستش که این نهادینه بشه در این جمعیت و شده چنین تفکر. اما در مورد انشقاق درون چپ واقعیتش اینه که باز هم ما فکر نمی کنیم که ما اراده گرایانه بتوانیم این توانایی رو داشته باشیم که این پراکندگی رو برش قادر بشیم. شاید بتونیم در بهترین حالت کاهش بدیم این پراکندگی رو، برای که این پراکندگی بهتر از من میدونید دلایل متعددی داره، تنها به اراده یک جریان بستگی نداره رفعش و حلش. این پراکندگی و این تفرقهی که وجود داره نه فقط در چپ، در کل اپوزیسیون شما نگاه بکنید به طور کلی ریشه های تاریخی داره، بهتر از من میدونید، در واقع هم فلات هم شریعت هم سلطنت، یعنی استبدادی که در کل جامعه با اشکال مختلف بود در وجود این پراکندگی نقش داشته. و یکی از مهمترین نکاتی که من همیشه تاکید داشتم در کنار این پیش زمینه‌هایی که عرض کردم خدمتتون، اون مسئله روانی شخصیتی درون جریان های چپ و درون شخصیت های جریان های چپ عمل میکنه، یعنی اون تفکر خودمحورانه، خود حق‌پندارانه و در واقع چیزی که تو اون مسیر میره به سمت فرقه‌گرایی و سکتاریسم. بنابراین میخوام بگم تلاش ما، آرزوی ما این هست، چون من فکر کنم سوسیال دموکرات ها این ظرفیت رو دارن که بتونن لااقل خودشون پراکنده نباشن و این خودش یه الگویی باشه برای چپ که
این پراکندگی که درونش هست رو کاهش بده. ولی ریشه های پراکندگی بهتر از من میدونید عمیق‌تره و من امیدوارم که به هر حال در یک روندی و در یک پروسه مبارزاتی تغییراتی تو این راستا ایجاد بشه. متشکرم از شما دکتر. عرض کنم که از بیرون آقای منصور تربیت از لس آنجلس نوشتن با عذرخواهی تصور میکردم امروز از جلسه شما خواهم شنید که اصلا تعریف سوسیال دموکراسی چیست، اما دکتر نقرکار بیشتر درباره جمعیتشون صحبت کردن در حالی که امروز فرصتی دست داده که اطلاعاتمان درباره سوسیال دموکراسی بیشتر شود و بدانیم اگرچه اگر یک حکومت سوسیال دموکرات در ایران حاکم شود چه برنامه‌هایی برای کشورمان دارد. من فقط عرض کنم جناب تربیت در مورد اون بخش اول کامنتتون عنوان نشست امروز هست آشنایی با جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران. درست می‌فهمم خود سوسیال دموکراسی هم در چارچوب هست، ولی معرفی خود جمعیت و اون چه که جمعیت داره انجام میده از نظر سیاسی در اپوزیسیون در واقع بخش مهمی من فکر می‌کنم از این جلسه است. بفرمایید، خواهش میکنم دکتر نقرکار. جناب نمیدونم شما گفتید که موضوع برای جلسه چه هست، ولی خب تعریف سوسیال دموکراسی به گمان من شاید من اگر بخوام خیلی خلاصه بگم در واقع یک ایده و یک فکر و نظری بوده و هست که سه عنصر اساسی در واقع شکل دهندش هستند: آزادی، رفاه و همبستگی. البته در درون هر کدوم از این مؤلفه ها میشه باز کرد که خب بحثایی مثل امنیت، بحثایی مثل عدالت اجتماعی، بحثایی مثل رفاه همگانی، اینها هم به طور کلی مستطره در این تعاریف. در واقع یک ایده و تفکری است که یا یک نگاهی است که این سه اصل در واقع پایه های اون ایده رو شکل میدن و خب ما به ازای اجتماعیش در واقع نظام هایی است در میان نظام های سیاسی که ما داریم شاهد هستیم. نظام سیاسی است که ما به عنوان دموکراسی های اجتماعی یا سوسیال دموکراسی در سطح جهان میبینید. منتها تمام اون نظام های اجتماعی هم تلاششون متحقق کردن این سه اصلیست که من بهش اشاره کردم: آزادی، رفاه، همبستگی. البته قبلا به جای همبستگی برادری بود، ولی به خاطر اینکه به هر حال اون مسئله جنسیتی اینجا در واقع تعادلش حفظ بشه به جای برادری همبستگی بود. سپاسگزارم. خلاصه من برای که پاسخی به این دوست داده باشه. متشکرم از شما. خانم فرزاد بفرمایید، خواهش میکنم. بله، درود و عرض ادب دارم خدمت دوستان عزیز حاضر در اتاق زوم و میهمانانی که از توی جمعیت سوسیال دموکراسی تشریف آوردن. جناب نقرکار، من درسته بحث آشنایی با جمعیت هست و شما هم محبت کردین رو ما رو به پیشینه جمعیت ارجاع دادین، اما به سوال منم مثل بقیه دوستان یه مقدار برمیگرده به اینکه در واقع شما چه پیش نیازهایی رو در واقع پیش نیازهای سوسیال دموکراسی رو در ایران بعد از گذار چی میبینید؟ آیا ایران بعد از گذار از نظر شما پتانسیل پذیرفتن این ایده رو داره؟ اگر قرار باشه که در یک حکومت سکولار حزب جمعیت سوسیال دموکراسی تبدیل به یک حزب بشه و در قدرت با سایر اعضا فعالیت بکنه، اولویت‌های این حزب چه خواهد بود؟ با توجه به این که الان خودم در سوئد زندگی می‌کنم، یک 7 سال 8 سال هست که در سوئد هستم، داریم در واقع به چشم خودمون می‌بینیم که احزاب سوسیال دموکرات در این کشورهای شمال اروپا با اقبال چندانی دیگه روبرو نیستن مثل سابق. آیا آسیب شناسی از طرف حزب شما شده که این عدم اقبال چه هست و ضعف سوسیال دموکراسی امروز چی هست
و با توجه به اینکه اصلا نمیشه هیچ کدوم از این الگوها و مدلها رو در ایران با توجه به موقعیت جغرافیاییش، قومیش و به هر حال بعد از 43 سال بلایی که این آخوندها سر ایران آوردن، آیا شما فکر میکنید با تمام این عواملی که من گفتم، با یک نگاه سیستمی به سوسیال دموکراسی و آنچه که در ایران هست، آیا سوسیال دموکراسی میتونه با اقبال مواجه بشه در اینکه حالا یک حزب موفق باشه که از درونش یک دولت سوسیال دموکرات بتونه قدرت رو به دست بگیره، یا در رقابت احزاب بتونه یک حزب کارآمدی باشه؟ این سوال‌ها سوال‌هاییه که چالش‌های سوسیال دموکراتی رو در واقع در ذهن کسانی که حالا حداقل در کشورهای سوسیال دموکراتی زندگی می‌کنن باش مواجه هستن. سپاسگزارم. البته خب به نظر من چند تا سوال اومد، ولی من اگه اجازه بدید بیشتر روی اون نکته اولیه که نکته مهمتری به نظر من خود من میرسه مکس بکنم و هر اطلاعات خودم پاسخ بدم. ببینید، انتظار ما این نیستش که بلافاصله بعد از سرنگونی حکومت اسلامی بتوان یک جامعه سوسیال دموکرات برپا شد. اون پیش زمینه ها و اون پیش نیاز هایی که من عرض کردم خیلی مهمه. ما به هر حال جامعه ای رو به دست ما خواهد داد حکومت اسلامی، یا از دست حکومت اسلامی میگیریم، که ببینید توی حوزه مناسبات اجتماعی و فرهنگی مشکلات زیادی داره. برای اینکه اون مناسبات برسه به عرصه‌ای که بتونه سوسیال دموکراسی اونجا متحقق بشه، در واقع دوره‌ای رو باید بگذرونه. من خودم برداشتم اینه که شاید یک دوره لیبرالیزم، شاید بشه گفت این چارچوب، مقدمتا باید بعد از عبور از حکومت اسلامی در جامعه ما متحقق بشه تا بشه گام بعدی، یعنی سوسیال دموکراسی رو برداشت. یا همون بحث سکولار دموکراسی، خود یعنی این جامعه‌ای که ما در واقع به دست ما میرسه وضعیتی داره که من فکر کنم که سکولار دموکراسی میتونه پایه همون شکلی سوسیال دموکراسی باشه. یعنی ما هم به لحاظ فرهنگی، هم به لحاظ اقتصادی به ویژه، یعنی اقتصاد دربوداغانی که ما بعد از در واقع سرنگونی حکومت اسلامی به دست ما میرسه یا به دست برای دولت موقت میرسه، یه اقتصادی است که بایستی بازسازی بشه. یعنی سوسیال دموکراسی بر بنای اون اقتصاد نمیتونه شکل بگیره. اون ساخت اقتصادی به طور کلی میبایستی یه تغییراتی بکنه. به طور کلی عرض میکنم، میخوام بگم در همه حوزه ها، و سکولار دموکراسی رو مثال زدم، لیبرالیسم رو مثال زدم، اهمیت در واقع مسئله آزادی در جامعه ما موضوعی مختلف، تا این پیش زمینه ها و پیش فرض پیش نیاز ها بعد از سرنگونی تا حدودی جا نیفته، شکل نگیره و پایه پیدا نکنه، سوسیال دموکراسی همینطور نمیتونه شکل بگیره. ولی این پیش زمینه ها و این پیش فرض ها رو، این پیش نیاز ها رو داشته باشه و از سر بگذره. بنابراین من خودم البته اینگونه فکر کنم، در جمعیت هم راجع به این مسئله البته صحبت هست، دوستان ممکنه دیدگاه مختلفی داشته باشن، ولی به هر حال این که بعد از سرنگونی بتوان بلافاصله، حتی اگر یه حزب نیرومند سوسیال دموکرات هم تا اون موقع وجود داشته باشه، سوسیال دموکراسی رو در ایران متحقق کرد به نظر من عملی نیست. زمان میبره و اون پیش زمینه ها و پیش نیازهایی که من عرض کردم در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه اجتماع، در حوزه مناسبات اجتماعی که وجود داره. سپاسگزارم. در رابطه با آسیب شناسی احزاب سوسیال
اون رو به هر حال دوستان جمعیت روی این مثلا دارن کار میکنن. خب واقعیتش نگاه خود ما هم همین هست، میبینیم که در بسیاری از این جوامع سوسیال دموکرات ها افت و خیزهایی داشتن، به هر حال چرخش هایی داشتن، شکست هایی داشتن، پیروزی هایی داشتن. اون چیزی که به نظر من اهمیت داره، این آسیب شناسی بسیار مهمه و درسایی خواهد داشت برای ما، ولی اون چیزی که مهمه علارغم این فراز و نشیب ها، این چرخش ها، این شکست ها، هنوز به نظر من در مقایسه عرض میکنم با اون جریان ها و یا اون نظام های سیاسی دیگه، هنوز نظام های سیاسی متعادل تری هستن، عادلانه تری هستن و پیشرفته. سپاس، موافق. ممنونم. خانم فرزاد، خواهش میکنم اگر که افناین دارید یا ادامه دارید نوبت بگیرید که من متوجه باشم وسط صحبت من نپرید. خواهش میکنم. عرض کنم که آقای منصور پی از تهران پرسیده بودن آقای دکتر نقره‌کار اگر ممکن است بفرمایید رابطه سوسیال دموکراسی با سکولار دموکراسی چیست؟ آیا تضادی و مخالفتی وجود دارد؟ تصور من بود که الان صحبتی که شما کردید در واقع به همین هم پرداختید. اگر فکر میکنید لازم است که بیشتر صحبت کنید بفرمایید. خواهش میکنم. آخر من هیچ تضادی نمیبینم و فکر میکنم این هر دو تکمیل کننده هم هستن. همونطور که اشاره کردم واقعا بدون پیشینه یک سکولار دموکراسی، یعنی تحقق سکولار دموکراسی، من فکر کنم رسیدن به سوسیال دموکراسی در واقع یه مقداری دچار مشکل خواهد شد. به عنوان یک میشه گفت عنصر پایه‌ای برای سوسیال دموکراسی بسیار اهمیت. متشکرم از شما. دوست دیگری آقای مهرداد ساد از اصفهان نوشتن دوستان من هنوز معنای واقعی عدالت را در سوسیال دموکراسی درک نکردم. ممکن است بفرمایید از نظر شما فرق عدالت با تساوی چیست و چگونه یک حکومت سوسیال دموکرات اجازه می‌دهد که در جامعه اختلافات طبقاتی ایجاد نشود؟ آیا شما هم دلبسته طبقه کارگر هستید و همه تفاوت‌ها را بر اساس منافع این طبقه می‌فهمید یا با نگاه دیگری به این گونه تفاوت‌ها نگاه می‌کنید؟ بله، ببینید باز در حد اطلاعات من در سوسیال دموکراسی خب بحث عدالت که مطرح میشه، حتی بحث برابری که مطرح میشه، بحث یکسانی در همه عرصه ها نیست یا تحقق عدالت در اون معنایی که ما قبلا میدونستیم در همه عرصه ها نیست. خب سوسیال دموکرات ها به عدالت اجتماعی باور دارن و اون عدالت اجتماعی رو هم در واقع تو حوزه های مختلف براش تعریفی دارن. بحث حتی برابری در همین حوزه عدالت اجتماعی مطرح میشه. برابری هم که مطرح میشه در حوزه عدالت اجتماعی هم تو عرض کردم بحث یکسانی و همسانی نیست. برابری در این معناست که احترام گذاشتن و ارزش گذاشتن به قابلیت های افراد و فراهم کردن فرصت مناسب و فرصت یکسان برای همه برای دستیابی به اون آرزوها. بنابراین عدالت هم که مطرح میشه، من برابری رو در کنار عدالت مطرح کردم که شاید روشن‌تر میشه. عدالت از نگاه ما میتواند با اون تعابیری که از عدالت میشه در برخی حوزه ها در جامعه متحقق میشه، مثل در حوزه فرض کنید عرصه حقوقی، در عرصه سیاسی، ولی در عرصه اقتصادی به گمان ما، به گمان من و سوسیال دموکرات ها، خب این الان متحقق نخواهد شد و عملی نیست. تجربه هم اینو نشون داده. بنابراین میخوام بگم عدالت در نگاه سوسیال دموکرات ها یعنی همون عدالت اجتماعی برمیگرده به همون برخوردی که با امر برابری میشه، برخوردی که با خدمات اجتماعی میشه، برخوردی که با خدمات درمانی میشه و فی الواقع میشه گفت تأمین نیازها توی اون عرصه ها، تعبیر عدالت از دلش بیرون میاد. نه اون عدالتی که فی الواقع دوست ما میگه به گمان من در نگاه سوسیالیست ها اون
سوسیال دموکرات اون عدالت معنا نمیشه. من خیلی خلاصه به عرصه عدالت اجتماعی اشاره کردم. یعنی من اگه بخوام خلاصه بکنم، عدالت در واقع عدالتی که مد نظر سوسیال دموکرات ها هست، اقتصاد، یعنی اون اختصاص، ببخشید، اختصاص منابع در جامعه هست، در خدمت جامعه، در خدمت مردم، شکل منصفانه در عرصه های مختلف. شاید بشه این رو خیلی خلاصه در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کرد و اون مؤلفه هایی که در رابطه با عدالت اجتماعی مطرح کرده، مثل برابری، رفاه همگانی، در حوزه‌ای که من بهش اون نکته خدمات اجتماعی و خدمات درمانی رو بهش اشاره کرد. متشکرم از شما آقای عرب. جناب حسین عرب بفرمایید، خواهش میکنم. بعد شما. بله، منم خدمت آقای دکتر سلام عرض میکنم و ارادت دارم خدمت ایشون از قبل. خدمتتون عرض کنم، نگاه کنید آقای دکتر، یه سوال یک دوستی کرد که سوسیال دموکراسی رو شما توضیح بدید و حالا شما اهدافش رو در واقع گفتید، رفاه، آزادی، همبستگی. اینا خب اهداف دیگه، اینا که چیز نیست، مختصاتی عقیده نیست. شما وقتی اومدید دارید معرفی میکنید، در واقع مختصات نظری و فکری این جمعیت هم جزء معرفیتون باید باشه. به اضافه اینکه به هر حال طیف سوسیال دموکراسی چیز نیست، یه چیز ریجید و مشخص و معین نیست. تو دنیا تو جاهای مختلف به شکل‌های مختلف و با رویه‌های مختلف داره پیاده میشه، یعنی یه طیف خلاصه. و من یه مثال اینجا بزنم برای شما، من تو کانادا مقیمم، رفته بودم گواهینامه رانندگی بگیرم چون تازه اومدم. بعد این آقایون میگفتن که این و این امتیازیه که ما میدیم به شما. گفتم نه، این حق منه، شما امتیاز به من نمیدید، شما حق منو برایش شرط گذاشتید، گفتید بعد رانندگی بلد باشی، آیین‌نامه بلد باشی. خب بله، این شرطاییه که برای حق من هست، ولی این امتیازی نیست که شما به من بدید، این حق منه که باید به من بدید. نگاه کنید، اصلا مالکیت اگر ما جزء جامعه مدنی بدونیمش، دیگه اصلا میریم به یه سم، اگر مثل شما بریم توی قالب اجتماعی ببینیمش، اصلا میره یه سمت دیگه. به اینجا شما باید اینو روشن بفرمایید که مختصات اون سوسیال دموکراتیک شما در واقع دارید الان روش فکر میکنید و جلو میرید چیه؟ اینو برای ما توضیح بدید، چون این میتونه خیلی با هم دیگه تفاوت داشته باشه. خیلی ممنون، منتظرم. ببخشید من چون زیاد آب میخورم، یه مقداری این بیماری آسم من هم عود کرده، امروز من خیلی اذیت میکنه و دهن من گوش میشه. ببینید، من راستش متوجه نمیشم، ضعف از من احتمالا، که وقتی گفته میشه یک ایده به شکل مجرد، شکل تجرید، یه ایده نامش سوسیال دموکراسیه و ویژگی ها و مختصات اون ایده این هست، ایده ایست که عناصر شکلندهش آزادی است، رفاه و همبستگی است. هر کدوم از اینها من عرض کردم، فقط در زمینه اون برابریش که بخواییم صحبت کنیم، بحث عدالت اجتماعی و بحث رفاه همگانی و همه اینا مطرح میشه. این ایده در واقع ما به ازای عملیش هم، چون فقط ایده نبوده سوسیال دموکراسی، یک پدیده اجتماعی و یک پدیدار اجتماعی بوده و هست، و ما به ازای اجتماعی سیاسی اون ایده همین نظام‌های سیاسی است که الان داریم تجربه می‌کنیم. من فکر کنم این خیلی روشن است. حالا جمعیت سوسیال دموکراسی باید اینها رو باز بکنه، برنامه داره جمعیت سوسیال دموکراسی.
در برنامهش بر مبنای این ایده ها، یعنی ما یه بینش کلی رو اونجا مطرح میکنیم. بینش کلی ما اینه که به جامعه‌ای دست پیدا بکنیم که آزادی، رفاه و همبستگی در اون جامعه متحقق باشه. چگونه میشه به اون جامعه دست یافت؟ ما در برنامه خودمون هر کدوم از این حوزه ها و عرصه ها رو با توجه به ویژگی جامعه خودمون ایران، یعنی اون بستر ملی که در واقع میبایستی سوسیال دموکراسی متحقق بشه، در این برنامه ها بودیم. گفتیم ما در عرصه اقتصاد به عنوان سوسیال دموکرات ها چی میگیم؟ چی میخواییم؟ در ایران چگونه باید این مسئله متحقق بشه؟ در عرصه سیاست، در عرصه اجتماع، در عرصه فرهنگ، در عرصه هنر و عرصه های دیگه. اون رو تو برنامه در واقع ما باز کردیم. من فکر کنم اگه بخوام راجع به اون برنامه صحبت کنیم بایستی یک جلسه دیگه در واقع گذاشت. ولی کلیات که راجع به سوسیال دموکراسی در تعریفش میشه گفت این هست. خب برداشته هم همونطور که گفتید متفاوت. سوسیال دموکراسی امروز یه طیف گسترده است. شما از سوسیالیسم دموکراتیک مطرح میشه تا بگیرید طیف‌های گوناگون دیگه که در این طیف میشه دید. به قول دوستان خیلی چپ، حتی در این سوسیال دموکراسی طیفی است که اونا اسمشو گذاشتن پوپولیست های توهی یا جناح چپ سرمایه‌داری و غیره. یعنی میخوام بگم این طیف وجود داره، ولی عناصر اصلی تعریف سوسیال دموکراسی در حد دانشمند اون چیزیست که خدمت رو عرض کردم. مگر اینکه شما نکته تکمیل کننده داشته باشید مطرح بکنید، من هم بیاموزم. مرسی. متشکرم از شما. دوستان خواهش می‌کنم جناب عرب اگر که پرسش یا اپلاین دارید در ادامه نوبت بگیرید، باز بعد از دوستان بهتون نوبت میدید. خانم این رو هم عرض کنم جناب نقطه فرمودین که یه مقدار اذیت میشه داد مجبورید آب بیشتر بخوری، اگر در این میان لازم هست دقایق استراحت بکنید بفرمایید. خواهش میکنم که دوستان آقای آشوری، آقای فرد، دوستانی که دارن کنار مینویسن اگر مایل بودن چند دقیقه به جای شما صحبت کنن، که اگر لازم بود شما قدمی بزنید و یکم استراحت. عرض کنم که خانم فهیمه من خیلی دوست دارم که اگر دوستان جمعیت هستن مثل آقای آشوری، آقای فرد نکاتی دارن در تکمیل این صحبت ها یا در نقد صحبت های من، اینا هم دوستانم میتونن مطرح بکنن. برای فرصتی هم اگر باشه بد نیست. بله حتما. دوستان خواهش میکنم هر جا که لازم میدونید یک بزنید، من متوجه میشم و صدا میزنم که شما پاسخ بدید. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم نوشتن آقای دکتر نقره‌کار شما نیامده اید در سوئد زندگی کنید، اما من اینجا هستم و میبینم که چطور این جامعه روز به روز بیشتر از سوسیال دموکرات ها دور میشود و از اصرار آنها برای کشتن عامل رقابت فاصله میگیرد. وقتی با دوستان سوئدی هم صحبت می کنم از آنها می شنوم که می گویند در این جامعه کمتر از جامعه ای مثل امریکا می توان نوآوری کرد و به ثروت های هنگفت رسید، حالان که در امریکا کسی مثل استیو جابز در گاراژ خانهش انقلابی را آغاز می کند که هم جهان را عوض می کند و هم خود او را به ثروت می رساند. شما چه می گویید؟ من نمیدونم واقعا چه میشود گفت. در واقع ایشون نگارشونی که سوسیال دموکراسی در واقع جواب نمیده، کما این که میگوین در سوئد جواب نداده. من خودم در واقع میشه گفت این چرخش ها، این ضعف ها و این افتها رو تعمیمش نمیدم، درس میگیرم ازش و فکر میکنم باید درس گیرم، ولی نمیشه تعمیمش داد که از نگاه من، چون اون ایده و اون نظامی که مورد نظر هست در واقع نتونه در جایی و به ویژه در جامعه ما جواب بده.
متشکرم از شما. آقای شهابی بفرمایید، خواهش میکنم. جناب شهابی. درود به دوستان حاضر، درود فراوان به آقای دکتر نقره‌کار. البته من از این آخر بگیرم که یه عده در سوئد از سیستم ناراضی هستن. این خاصیت دموکراسی این هست که در انتخابات بعدی انتخابش نکنن، خب اون ایده رو انتخاب کنن که اجازه رقابت میده. یعنی این داشتن همچین حکومت های این باعث میشه اگر راضی نیستی سرنگونشون کنی، بدون خونریزی اونا رو برده بیاری، اونه که مورد علاقت هستن. ولی مقایسه بگیم که این چون سوسیالیست شکست خورده ما نمیخوایم در ایران، نه، اون از خوره اومدن شدن انگور، بعد شدن مویز. حالا که به مویز رسیدن میگن ممکنه چیزی بهتری هم باشیم، بریم سراغ اون. ولی ما هنوز انگور هم نشدیم، بنابراین اصلا قابل مقایسه برای نسخه پوشوندنش رو دیم ایران اصلا غیر قابل باوره و نباید کرد. و یه موضوع دیگه هم میخواستم بگم، واقعا که من تبریک میگم آقای نقره‌کار که به نظر من ایشون خیلی فالو کردم، خیلی تحول ایجاد شده در ایشون و به درستی. و یه نکته دیگه هم راجع به چپ خودمون که چرا اینقدر تشدد دارن، چقدر از هم فاصله دارن. اولین نکته که به نظرم میرسه که چپ ما به خاطر اینکه کمک کردن به جمهوری اسلامی که قدرت بگیره، هنوز نیومدن جدی از خودشون انتقاد کنن. بنابراین هیچ وقت اینا در ایران اقبال نخواهند داشت تا وقتی که از کاری که کردن از مردم، از ملت بزرگ ایران انتقاد نکنن، از خودشون انتقاد نکنن، کاستیاشون رو نگن که مردم بپذیرنشون. الان این فلاکتی که سر مردم اومده، خب جاده صاف کنش مثل امثال حزب توده و مقداری از گروه های چپامون بوده. بنابراین اینا هنوز نیومدن بگن ما این اشتباه کردیم. یه دشون که هنوز طرفدار رژیم جمهوری اسلامی هستن. بعد برمیگردیم به صحبت دوستمون آقای دانشور که راجع به گروه ها که آیا دموکراتیکن یا نه. به قول آقای نقره‌کار بسیار جواب خوبی دادن. خب درونشون انتخابات هست، درونشون دموکراتیک هست، اینو میتونیم ببینیم. ولی خب در ایران که نمیشه رأی داد به گروه سیاسی بگن که ببینن اینا انتخاب میکنن یا نه. خب میبینیم گروه هایی هستن که به هیچ عنوان حاضر نیستن با گروه های دیگه دست دراز کنن، با هم اتحاد برقرار کنن. میگن اگر میخوای بیا تو ما باش دیگه. ولی خب ما نگاه میکنیم میبینیم که مثلا خیلی صحبت راجع به قومیتی ها میشه، انگار اینا لولو هستن، اسلحه دارن. خب دارن، جونشون دفاع کنن اگر رژیم جمهوری اسلامی همشون ترور میکنه. خب به نظر من تنها گروهی که اقبال عمومی داره و ثابت کرده که داره، دوستان کومله هستن. هم مترقی هستن، عدالت اجتماعی رو قبول دارن و هم که اقبال اجتماعی دارن. یعنی یه موقع ها که اعلان اعتصاب میکنن میبینیم اعتصاب میشه، میبینیم بیشترین کسایی که اعدام میشن از داخل رژیم دستگیر میکنه اینا وابسته کموله هستن. بنابراین از یه علائم میشه نگاه کرد که اینا اقبال اجتماعی دارن ولی کسی دیگه ای نداره. توی ایران گروه های سیاسی ندارن ولی اینا دارن. بنابراین راحت پسشون نزنیم بگیم اینا قومی هستن، اسلحه دارن فلان. همین خواستم بگم. خیلی ممنونم آقای نقره‌کار، اگر نظری رو صحبت های من دارن خیلی ازشون ممنون میشم. متشکرم. بفرمایید دکتر. نه من استفاده کردم، دوست عزیزمون نظرشون رو گفتن و خیلی ممنونم. آقای آشوری شما نوبت گرفته بودی، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، مرسی جناب عبدهی. با تشکر از مسعود عزیز،
من یک ابهامی که میبینم توی سوالات بعضی از دوستان که شرایط کنونی کشورهای اروپای شرقی رو با الان ایران مقایسه میکنن. اگه یک مقایسه اجمالی بخوایم داشته باشیم، باید برگردیم به حدود تقریبا 120 سال پیش اروپا که بخوایم سوسیال دموکراسی رو برای الان ایران ما مقایسه بکنیم. من فکر میکنم که الان هدف ما و هدف سوسیال سکولار دموکرات ها و تمام جبهه دموکراسی ها اینه که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم و یک سیستم پایدار دموکراتیک رو برقرار کنیم، برای اینکه تمام احزاب، هم دموکراسی ها هم احزاب دیگه که احیانا غیر دموکراتیک هم، بتونن در جامعه فعالیت بکنن به طور آزاد و جای خودشون رو باز بکنن. این هدف کنونی ماست. حالا بعد از اون اگه سوسیال دموکرات تونست رأی بیاره، در قدرت شرکت کنه یا تمام قدرت رو داشته باشه، خب اون بخت رو داره. یا مشروطه خواه تونست این بخت رو داشته باشه، اون رو خواهد داشت. چیزی که میخوام عرض کنم خدمت دوستان اینه که یک بینش یا یک جریان سیاسی و یا شاید ایدئولوژیک، نه به اون معنی بدش، برای اینکه بتونه در یک جامعه بمونه، اینه که دهه های مختلف در دوران های مختلف بتونه خودشو نگه داره، نه اینکه لزوما همیشه در قدرت باشه. یک دهه در قدرت میاد، دهه دیگه بینش دیگه میاد قدرت میگیره، سیاست دیگه میاد قدرت میگیره و این دست به دست میشه. این خاصیت جامعه دموکراتیکه. در نتیجه اگر الان مثلا در سوئد در این دهه یا در این دوران نتونه سوسیال دموکراسی جواب بده، این به معنای شکست بینش سوسیال دموکراسی نیست. بودن بینش سوسیال دموکراسی و احزاب سوسیال دموکرات در اروپا، به خصوص در شمال اروپا، و موندنشون دلیل بر اینه که میتونه به مسائل جامعه و به مشکلات جامعه جواب بده و مردم خواستار آن هستن. در نتیجه به طور خلاصه من بخوام بگم، من فکر میکنم که بینش سوسیال دموکراسی در حال حاضر سرنگونی جمهوری اسلامی و تقویت جبهه دموکراتیک و پایه‌ریزی یک کشور آزاد و سوسیال دموکرات هست که در اون بتونن احزاب مختلف از جمله ما فعالیت بکنیم و اگه رأی آوردیم در قدرت شرکت کنیم. مرسی جناب عبدی. متشکرم از شما جناب عبدی. آقای مهدی اصلی در فیسبوک نوشتن دو سوال از جناب دکتر نقره‌کار. اول، چرا جمعیت به جنبش سکولار دموکراسی نمی پیوندد و فصلی از آن را تشکیل نمی دهد تا هر دو جریان و به طور کلی جنبش دموکراسی خواهی تقویت شود؟ دوم، نظر جمعیت نسبت به اقتصاد آزاد و مالکیت خصوصی، دولت رفاه و لیبرال دموکراسی چیست؟ چون شما بر آزادی در ایران تاکید دارید که بیشتر در سیستم لیبرال دموکراسی مناسبت پیدا می‌کند. ببینید، اینکه چرا ما به جنبش سکولار دموکراسی نمی‌پیوندیم، شاید در آینده به هر حال این دو جریان بتونن که یک جریان واحدی رو شکل بدن، برای اینکه خب به هر حال نزدیکی‌های بین هر دو جریان وجود داره. خب همونطور که من عرض کردم، به هر حال تفاوت‌هایی بین این دو جریان الان هست. سوسیال دموکراسی من گفتم به دنبال چی است، در سکولار دموکراسی هم ما الان شاهد هستیم، منتها خب ما همکاری‌های بسیار نزدیکی داریم، نه فقط با جمعه سکولار دموکراسی یا حزب سکولار دموکرات ایرانیان، بلکه با بقیه جریان ها. بنابراین زیاد دور نیستیم از هم، نگران نباشه دوستمون. اما در رابطه با اون مؤلفه هایی که اون دوست عزیز ما اشاره کردن، اونا مثل دولت رفاه یا نکاتی که الان از ذهن من رفت بهش پرداختن، برحال اونا همه ویژگی های یک نظام سوسیال دموکرات هست، یک نظام همون دموکراسی اجتماعی اگر بشه گفت هست، برای دولت رفاه
بخشی از همین مجموعه هستش. این هستش که من بخوام توضیح بدم، در واقع مطرح کردم که سوسیال دموکرات‌ها دنبال چی هستن و اون ارکان و یا اون مجموعه‌ای که میخواد سکولار چیز سوسیال دموکراسی رو متحقق بکنه، برای دولت در اونجا میتونه دولت رفاه باشه و دولت رفاه هست. تعریفی که از دولت رفاه هست، تعریفی که از رفاه هست، یکی از ویژگی ها و یکی از نکات این مطرح در رابطه با این نظر و این مجموعه هست. تفاوت بین اون لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی هم من فکر کنم خب بارها راجع به این مسئله صحبت شده، تأکید روی آزادی فردی، تأکید روی ویژگی های حوزه اقتصاد، بازار آزاد در لیبرال دموکراسی خب متفاوت است با آنچه که در سوسیال دموکراسی وجود داره. بخش سوسیال و سوسیال دموکراسی به هر حال مؤلفه هایی درش نهفته و دنبال مرئی کردن اونه که در واقع در لیبرالیسم نیستش. اینه که اگر بخوایم خوب این بحث رو باز میکنیم من فکر کنم خیلی وقت میگیره، ولی امیدوارم همین حد کافی باشه. و سوسیال دموکرات ها میدونید که اقتصاد بازار آزاد رو قبول دارن، تأیید میکنن، منتها خب نه بی‌پروا و لجام گسیخته، بلکه دولت در واقع یک کنترل و نظارتی روی مسئله داره. متشکرم از شما جناب دانشور، بفرمایید. خواهش میکنم آقای حسن دانشور. خیلی متشکرم. من برمیگردم اون دو سوالی که از جناب نقره کار کردم و پاسخهایشون. در مورد پاسخ ایشون نسبت به اینکه ما چگونه میتونیم یک جریان سیاسی رو دموکراتیک ارزیابی کنیم یا نکنیم، ایشون به سه موضوع اشاره کردن: یکی مناسبات درونی اون تشکیلات، یکی عملکرد بیرونیش و یکی هم مناسبات با جریان‌های دیگر به گروه اجتماعی. این چیزی بود که من اینجا نوشتم. ببینید، در دموکراسی ما یک سنجش و محک و معیار خیلی مشخصی برای دموکراتیک بودن یک جریان سیاسی داریم، آن قانون اساسیه. یعنی دولت در حکومت‌های دموکراتیک یه جریان سیاسی رو وقتی دموکراتیک ارزیابی میکنه و حتی اجازه فعالیت میده، پورسانت پیش میده، امکانات دیگه‌ای که به دیگران میده به اون هم میده، که مواضع عملیش در انطباق قانون اساسی بشه. بارها اتفاق افتاده در کشور اروپایی احزاب نسبتاً احزاب فاشیست در هیئت دموکراتیک ظاهر شدن و اونجایی که قانون اساسی رو نقض کردن این احزاب ممنوع شدن و حتی اینا بارها با نامهای جدید دوباره وارد عرصه سیاسی شدن. بنابراین ما در دموکراسی یه معیار داریم با قانون اساسیه که دولت بر اساس ارزیابی میکنه و یه گروه رو گروه دموکراتیک میدونه و اجازه بهش میده که فعالیت سیاسی مطابق قانون اساسی انجام بده. اما در بیرون و ضمناً آنچه به مناسبات درونی احزاب بستگی پیدا میکنه، تا جایی که حرکتی بر علیه قوانین نباشه دولت هیچ دخالتی به مناسبات درونی احزاب نمیکنه. این وضعیت در دموکراسی کاملا روشنه. اما در بیرون از دموکراسی که ما تشکیلات سیاسی داریم، 2 نفر، 3 نفر، 10 نفر، 300 نفر، چون میدونم غیر از اینه که هیچ پایگاه اجتماعی معین و وزن اجتماعی معینی هنوز ندارن، داده نشده، با هیچ معیاری به اون مفهوم در واقع بگم من وجود نداره. یعنی اگر هم بگیم خب اینا یه معیار اخلاقی میتونیم بگیم ما اصلا مگر دموکراسی به این معنی مفهوم بگیریم که خب اینا آدمای خوبیان، با هم رفاقت میکنن، دعوا نمیکنن، نمیدونم زندانی نمیکنن، مثلا مثل کارهای مجاهدینی نمیکنن، رفقاشون نمیکشن، یعنی اینا معیار در واقع دموکراتیک نیست، چون معیار دموکراسی در چارچوب دموکراسی معنی میده. اما در مورد وضعیت دولت موقت که شما فرمودن، 3 نکته فرمودن دولت که من گفتم مرزهای عمل دولت موقت چیه، 3 نکته شما فرمودن. یکی اینکه دولت موقت باید اقتصاد رو در اسرع وقت بازسازی کنه، یکی دولت موقت باید آزادی و دموکراسی رو رعایت کنه، و یکی بازسازی در حوزه‌های فرهنگی رو جز وظایف دولت موقت دونستن. به گمان من نکته دوم کاملا درسته، یعنی وظیفه دولت موقت مراقبت از حفظ آزادی و آزادی بیان، آزادی اجتماع و غیره. اینم دلیلش هم اینه که باید میخواد
میخواد کاری بکنه که جامعه به اون مرحله انتخابات و فعالیت حزبی و در نهایت به دموکراسی برسه. بنابراین ضرورت داره که آزادی تو جامعه باشه و عملی هم هست به خاطر پتانسیلی که بعد از سقوط دیکتاتوری در جامعه وجود میاره، میاد این آزادی ها عملا هم به وجود میان، فقط باید ازش مراقبت کنه. اون آزادی رو نمیده، اون مراقبت میکنه از آزادی های حاصل از حرکت مردم. اما آیا دولت موقت میتونه اقتصاد رو در عرصه وقت بازسازی کنه؟ به گمان من به دو دلیل نه. دلیل اول این که همچه وقتی نداره. دولت موقت همونجور که اسمش پیداست در مدت بسیار کوتاهی باید امر گذار انجام بده، وگرنه خودش تو صندلی قدرت وای میشه دیگه تکون نمیخوره، مثل اتفاقی که تو 100 سال گذشته کشور خاورمیانه افتاده. بنابراین زمان بهش چنین مجال نمیده، بخصوص که پروژه های اقتصادی معمولا پروژه های طولانی مدته. نکته دوم در این که نمیتونه دولت موقت این کار بکنه و نباید بکنه اینه که پروژه های اقتصادی، پروژه های بزرگ اقتصادی رو احزاب مختلف میارن وارد جامعه، وارد گفتگو میکنن و بعد با وزکشی اجتماعی پشتیبانی پیدا میکنن برایش، میان توی مجلس ملی و بعد توی دولت دموکراتیک بر اساس رأی که مردم به اونا میدن انواع مختلف حرکت های اقتصادی در جامعه قابل پیش بینیه. بنابراین دولت موقت که هنوز این پشتیبانی، این سنجش عمومی رو نداره، هم در عمل هم نه در عمل و هم در عمل و هم در تئوری نمیتونه این کار بکنه. بنابراین با خصوص که یادون باشه که بر پروژه های اقتصادی خیلی گاهی وقت خیلی متضادن با هم دیگه، مثلا برای راه حل های اقتصادی جامعه که دچار مشکلات عدیده تو 40 سال گذشته شده، راه حل ها کاملا متفاوتن و باید مورد گفتگوی وسیع مردم و متخصصین قرار بگیره، که این کاریه که فقط احزاب میتونن انجام بدن، چون شما میدونید دموکراسی بدون احزاب هیچ معنی نداره. در بازسازی در حوزه فرهنگی حتی نسبت به بازسازی اقتصادی، خود جناب نورکار میدونه که خیلی طولانی تره، چون شما فرهنگ این جامعه نمیتونی به در اینجوری کردن یک آنی عوض کنی. فرهنگ زمین های اقتصادی داره، زمین های اجتماعی داره، آزادی شرط اساس بستر اساسی پیشرفت فرهنگیه و یک کار خیلی طولانی مدته. و در عمل هم پروژه های فرهنگی برای پیشرفت جامعه، مثلا آموزش، امر آموزش کاملا متفاوت نگرشی که چپ های دموکرات دارن به مقوله فرهنگ، مقوله آموزش کاملا متفاوته با نگرشی که لیبرال های دست راستی دارن، کاملا متفاوته. بنابراین این از این. اما این نکته آخرم که میخواستم بگم اینه که من نمیدونم چرا آقای نقره‌کار فرمودن که بعد از سقوط جمهوری اسلامی بهترین احتمال یا این امکانی که وجود داره امکان حضور قدرت لیبرال ها در جامعه ما هست و نه سوسیال دموکرات ها. من فکر می‌کنم برعکس، هم تجربه تاریخی اینو برعکس نشون میده و هم تئوری نشون میده که مثلا تئوری تجربه تاریخیش در ابتدا اینه که مثلا بعد از جنگ جهانی دوم که کشورهای اروپایی صدمات زیادی از جنگ دیدن، این دولت‌های رفاهی سکولار سوسیال دموکرات‌ها بودن که تونستن جامعه رو به وضعیت امروزی در بیارن که بعد تو انتخابات باز گاهی جاش رو دادن به لیبرال‌ها گاه نه. و یه نکته مهم دیگه هم باید دقت کنیم دوستان، و اون اینکه وقتی ما صحبت دولت لیبرال می‌کنیم باید متوجه باشیم ما دو گونه دولت لیبرال داریم. یک دولت کلاسیک لیبراله که این ایده های قرن 17 است در واقع پشتش. ما می‌دونیم از نیمه دوم قرن 19 هم با پیشرفت شدید صنعت اروپا ایده های یک گرایش جدیدی در لیبرالیسم کلاسیک در اومد و اون گرایش چپ لیبرال بود که ما می‌دونیم بگیم چپ لیبرال یا می‌تونیم بگیم سوسیال لیبرال یا میگن لیبرالیسم توسعه‌گر یا هر اسامی مختلف داره. در این گرایش بر گرایش قبلی چیزی افزوده شد. در گرایش قبلی، یعنی در گرایش کلاسیک لیبرال، فقط به حقوق در واقع حقوق منفی آدم ها نگاه می شد. یعنی چی؟ یعنی حقوق فردی و حقوق طبیعی. این چیزی بود که کلاسیک های لیبرال می گفتن. بعد در این گرایش جدید لیبرال، یعنی چپ لیبرال، یک حقوق مثبت هم بهش افزوده شد. اون حقوق مثبت، منظور از این حقوق مثبت در واقع همون چیزیه که ریشه در سوسیال دموکراسی داره. و اون چیه؟ اون عبارت از این است که برای که تو فرد آزاد باشه باید ابزار آزادی هم داشته باشه. یعنی برای کسی که مثلا نون شبشو نداره مطلقا این امکان برخورداری از آزادی وجود نداره براش، برای که در تقدم شماره یکش
نور شب بشه. بنابراین اینجاست که وظیفه دولت و اضافه میشه به وظیفه قبلی دولت. اگر در لیبرالیسم کلاسیک وظیفه دولت فقط 3 وظیفه یا 4 وظیفه مهم بود، مثلا پلیس بود، ارتش بود، چیزایی بود که شهروندان همدیگر رو حقوق همدیگر ضایع نکنن، در این گرایش جدید وظایف جدیدی به دولت دوش دولت افتاد. و اون چی بود؟ و اون این بود که ایجاد، همونجور که آقای نقره‌کار به درستی گفتن، ایجاد حداقل بهداشت برای مردم بود، ایجاد حداقل اقتصاد برای مردم بود، ایجاد سرپناه برای مردم بود، یعنی نیازهای اولیه زندگی که اگر آدم اینا نداشته باشه در نتیجه در مسابقه توی جامعه در واقع جلوش دیوار کشته میشه. یعنی بحث لیبرالیسم هم منتفی میشه برای جمعیت بزرگی از کشور. اینجا بود که دولت‌های رفاه اومدن تو در جنگ جهانی دوم و این مسئله رو به این شکل حلش کردن و جوامع رو شکوفا کردن ناگهان. حالا شما فکر کنید در جامعه ما با یک دولت بسیار گنده‌ای که یک بوروکراسی گنده‌ای که از زمان شاه هم بوده، بعد از جمهوری اسلامی هم گنده‌تر شده باقی مونده. حالا جدا از اینکه میلیون‌ها نفر نورخور این حکومت این دولتن، علاوه بر این تنها قدرت، تنها نیرویی که میتونه اون حداقل‌ها رو به مردم بده که اون حداقل مایه و پایه اولیه استقرار دموکراسی فردیه، آزادی های فردیه و دموکراسی در جامعه است، اونو فقط دولت میتونه بکنه، کاری که در اروپا هم شد. بنابراین بگم من حکومت یا دولت بهتر بگیم سوسیال دموکرات بهترین دولتیه که میتونه پاسخ بده به معضلات جامعه ایران بلافاصله بعد از سقوط جمهوری اسلامی. خیلی متشکرم از شما. بفرمایید دکتر نقره‌کار. خواهش می‌کنم. من نکته‌ای ندارم، چون نظرات شما گفتم. مرسی. ممنونم از شما. عرض کنم که یک پرسشی شده بود از صحبت‌های آقای آشوری. پرسیدن آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ. نوشتم پرسش من مربوط به فرمایشات آقای آشوری است. پس سوسیال دموکراسی شما انحصار طلب نیست، بلکه در رقابت با احزاب دیگر در انتخابات شرکت می کند. در این صورت چگونه سیستمی این تعدد احزاب را تحمل و اداره می کند؟ جناب آشوری بفرمایید. خواهش می‌کنم. مرسی. ایشون کاملا درست میگن. ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی معتقد به یک سیستمی هستیم با تعداد احزاب که تمام احزاب که به سیستم دموکراتیک باور دارن بتونن در انتخابات شرکت کنن، در قدرت سیاسی شرکت کنن، در مجلس شورای ملی و شوراهای منطقه‌ای و پارلمان‌های منطقه‌ای بتونن شرکت بکنن. در اونجا ما به یک سیستم دموکراتیک غیر متمرکز معتقد هستیم و کاملا ایشون درست میگن. اینطور در یک سیستم دموکراتیک ما قدرت سیاسی رو در شریک میشیم، یا اگر رأی کامل آوردیم قدرت سیاسی رو به طور کامل در اختیار میگیریم تا وقتی که مردم رأی میدن به ما و ما در مجلس و پارلمان میتونیم اکثریت داشته باشیم. کاملا ایشون درست میگن. متشکرم از شما. عرض کنم آقای نصرالدین غفارزاده از تهران نوشتن جناب نقره‌کار، جمعیت شما مهمترین کاری که انجام داده پیوستن به کمپین نه به جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در کنار شاهزاده رضا پهلوی است، در حالی که هنوز بسیاری از کسانی که خود را سوسیالیست می‌دانند دشمنی با شاهزاده و خاندان پهلوی جزو تعریفشان است. ممکن است بفرمایید که شما درباره نقش شاهزاده چه فکر میکنید؟ ببینید، من قبلا هم البته بارها گفتم، نه اینکه الان خود شخص ایشون الان اشاره بکنم، به طور کلی البته راجع به شخص ایشون نظرم میگم، به طور کلی نگاه خود من که در اون کمپین هستم، فعال بودم و کنار ایشون هم همکاریایی داشتم، این هستش که خود من نهاد پادشاهی رو
یک نهاد مدرن و امروزی نمیبینم و در واقع نهادی است که به گمان من اگرم عمر سیاسی داشته کرده، مگر اینکه الان بتواند به شکل سمبول یا این نمادهایی که در کشورهای اروپایی میبینیم در جامعه ما عمل میکنه. بنابراین نگاه من کلن به نهاد پادشاهی این هست که زمانش گذشته. شاید در گذشتم حتی یک به هر حال شیوه و یا یه روش و یا یک ساختار دموکراتیک نبوده، الان که دیگه کاملا روشن. در مورد شخص ایشون، به هر حال نگاه ایشون رو نسبت به مسائل مختلف میدونیم، همگان، هم راجع به نهاد پادشاهی، هم راجع به امر سلطنت و هم راجع به جمهوری. و خود من در کنار ایشون اگه همکاری میکنم، اولا ایشون رو آدم، یعنی فرد بسیار روشنی دیدم، بسیار افتاده و در واقع آغوش باز برای همکاری با به هر حال نهله های مختلف فکری و هدفی که دارن. این برداشت شخصی خود من است، در تجربه‌ای که خیلی کوتاه داشتم با ایشون. اما این که حالا دیگران جریان های چپ یا سوسیالیستا به قول ایشون نمیان در این عرصه، در این حد از همکاری، به هر حال این نکته ایست که باید خود اونها پاسخ بدن. اونها پرسش ها و انتقادهایی دارن که برخی از اونها به نظر من هم پرسش ها و انتقادهای برخیشون پاسخ داده نشده، قاعدتا بایستی به اونها پاسخ داده بشه. ولی عدم پاسخگویی به پاره ای از پرسش ها که خیلی هم مسائل کلیدی در رابطه با فرد آقای رضا پهلوی و فعالیت های امروزینش نیست، نمیتونه عاملی باشه برای عدم همکاری در عرصه ای که به هر حال عرصه برخورد و مبارزه با حکومت اسلامی است. برای نظر شخصی من روی ایشون به لحاظ یک فرد، به لحاظ یک چهره سیاسی، نظر مثبتی است و من فکر میکنم میباید همکاری کرد با ایشون و این میتونه به هر حال این همکاری ها نتیجه بده. سپاسگزارم از شما. آقای سائی بفرمایید، خواهش میکنم. میکروفونتون بسته است جناب سائی. من سوالم از آقای نورکار این هستش که فرمودن ایشون تو بیاناتشون که دولت سوسیال دموکرات امکان حضورش در بلافاصله بعد از جمهوری اسلامی تقریبا نیست و شاید بهتر باشه دولت دیگه ای برقرار بشه یا در اون میانگینی که حالا دولت موقت میخواد باشه. من سوالم این هستش که اصولا برای اجرای سیاست های سوسیال دموکراتیک در جامعه نیازمند یه بستر قانونی هستیم و اینکه یک سری از قوانین باید بر اساس نیازهایی که جامعه سوسیال دموکرات میخواد بهش برسه تغییر کنه و اگر این جمعیت، بگیم جمعیت سوسیال دموکرات، در اون حکومت انتقالی یا موقت شرکت نداشته باشه، در تدوین قانون اساسی شرکت نداشته باشه به طور فعال، چگونه میشه این بستر رو آماده کنه برای اینکه حداقل بگیم بعد از اون حکومت انتقالی یا یه دوره اولیه حکومت بتونن برسن به اون اهدافشون و اجرایی کنن یه حکومت سوسیال دموکرات رو در ایران. ممنونم. بفرمایید، خواهش میکنم. ببینید، به نظر من سوسیال دموکرات ها، یا امیدوارم جمعیت، ولی به طور کلی سوسیال دموکرات ها باید در این دوره گذار حضور داشته باشن، نقش داشته باشن و خب اگر در یه موقعیتی هم بودن ممکنه که به قدرت هم به دست بگیرن. من نافی این پروسه نیستم، ولی برای تحقق اون مؤلفه ها و ایدئال هایی که
یا اون خواستایی که در رابطه با سوسیال دموکراسی مطرح میشه، ما بایستی یه پیش زمینه ها و پیش نیازهایی رو داشته باشیم. یعنی شما نمیتونید مثلا در جامعه ای که به هر حال مواجه هستیم با این مشکلاتی که هست، فرض کنید در عرصه اقتصاد، در عرصه اقتصاد به هر حال نگاه این هستش که یک دولت سوسیال دموکرات چه حدودی میباید در امور دخالت بکنه. ولی فردای انقلاب ایران یک دولت در ایران اگر بیاد سر کار نمیتونه با مسئله اقتصاد برخوردی رو بکنه که یک دولت سوسیال دموکرات باید بکنه. برای چی؟ برای که ما در اون جامعه وضعیت اقتصادی به گونه ایست، مسئله نفت به عنوان تنها منبع درآمد و نفت و گاز هست، مسئله مالیات دهی فرهنگش در جامعه ما متفاوته، میباید به هر حال این فرهنگ تا حدودی جا بیفته، مسئله دخالت دولت و کنترلش بر بعضی از عرصه‌های اقتصادی فردای بعد از سرنگونی رژیم اسلامی به نظر من حیاتی است و میبایست کنترل داشته باشه تو این عرصه. بنابراین میخوام بگم این مثال‌ها رو میزنم، مثلا در حوزه اقتصاد که من میگم طبیعی است جایی مثل راه آهن، پست، یه جاهای دیگر رو نمیشه همون فردای گذار داد به بخش خصوصی، اینکه به هر حال اون بخشا بخشایی است که درآمدی نیست و دولت میبایستی تا حدودی رو این امور نظارت داشته باشه و کارو پیش ببره. میخوام بگم که برای رسیدن به اون مؤلفه‌های سوسیال دموکراتیک یا اون ایده‌آل‌های سوسیال دموکراتیک در جامعه باید پیش زمینه‌ها و پیش نیازهایی رو برطرف کرد تا بتونیم برسیم به آنچه که ما میگوییم به عنوان سوسیال دموکراسی در جامعه متحقق شد. بلا حضور سوسیال دموکرات ها، نقش سیاسیشون، این ها منظور من این نیست، این به هر حال قطعا حضور دارن، قطعا نقش ایفا میکنن در توی تمامی عرصه. بیشتر منظور من تحقق اون مؤلفه های اساسی سوسیال دموکراتیک است که اونها من فکر میکنم که یه زمان میبره. مثالش هم زدم در مورد سکولار دموکراسی که چگونه میتواند یه پایهی باشد برای رسیدن به سوسیال دموکراسی. این رو تو حوزه های دیگه هم میشه به نظر من به عنوان یک پیش نیاز و یک در واقع پیش زمینه در نظر گرفت و به نظر من ما اون دوره رو باید بعد از سرنگونی حکومت اسلامی داشته باشیم. متشکرم از شما. آقای طالبی، آقای رضا طالبی نوبت گرفتید، بفرمایید. خواهشون. با درود به همه شما و سپاس از این که این برنامه رو ترتیب دادید. من در دو رابطه، من عضو جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران هستم و بیش از 30 سال است در کشور سوئد زندگی میکنم و 30 سالم هست که عضو حزب سوسیال دموکرات سوئد هستم. من خواستم در این رابطه، صحبت های زیادی شد که به هر حال الان سوسیال دموکرات ها در سوئد و خیلی از کشورهای اسکاندیناوی این چی میگن اون استقبالی که فرض کنین 30 سال 40 سال پیش بوده ندارم. خب این یه چیز روشنی هستش. قبل از هر چیز بگم که این مسئله تنها مربوط به کشورهای اسکاندیناوی نیست، بلکه یک موجی از به قول معروف گروه های گوناگون راست در تمامی اروپا در این طی این 10-15 سال اخیر به هر حال تونستن سوسیال دموکراسی رو باش چیکار کنن، به رقابت بنشینن و اینها رو عقب بزنن. و یکی از علتهاش هم این هستش که سوسیال دموکراسی بعد از مثلا سوسیال دموکرات هایی که در اتحادیه اروپا هستن، بعد از تشکیل اتحادیه اروپا کشورهای گوناگونی به این جان چیز پیوستن، الان 28 کشور هستش و این باعث شد که کشورهای دیگه با یک تفکراتی که بیشتر از بلوک شرق بود وارد این اتحادیه شدن و اینا یه مقدار تأثیر گذاشتن در کل جامعه اروپا با این آزادی که در رابطه با نیروی کار بود. از سوی دیگر هم
اروپایی که از مناطقی بود یا مراکزی بود که بیشترین پناهندگان رو در این سالهای اخیر گرفته، که باعث شده که به هر حال جامعه رو به چالش بکشه و بسیاری از مردم اینو بر نمیتابند و باش میبینیم که در آلمان و در کشورهای دیگه اینا میان و راستا مثلا در فرانسه ما میبینیم که اصلا حزب سوسیالیست فرانسه که سوسیال دموکراتی بود کاملا حتی از بین میره در یونان و اینا. یک موجی بوده که مسلما سوسیال دموکرات ها رو بسیار تحت فشار قرار داده. ولی من باید بگم که این یک فرازنشیبی بوده که در دوره‌های گوناگون هم بوده و الان ما می‌بینیم که مثلا سوسیال دموکرات‌ها در آلمان که یکی از بزرگترین کشورها است و به نوعی مهد سوسیال دموکراتی هستش، اینا دارن به شدت قدرت می‌گیرن. در نروژ امکان سرکار اومدن سوسیال دموکرات دوباره وجود داره، در فنلاند سوسیال دموکرات هستن، در سوئد و اینا. این موجی هستش که من علتاش هم خیلی کوتاه اشاره کردم. ولی یه چیزی که میخواستم در رابطه با سوسیال دموکراسی بگم که یک دوستی اشاره کرد به نوعی، به نظر من مقایسه سوسیال دموکراسی و استقبال مردم در سوئد یک مقدار منصفانه نیست با شرایط و جامعه ایران. یعنی سوسیال دموکراسی در فرض کن اسکاندیناوی یک سنگبنای جامعه رو گذاشته که اینها واقعا خیلی مهم هستن. مثلا همین که دکتر نقره‌کار اشاره کرد به مسئله رفاه اجتماعی، این رفاه اجتماعی رو فقط به عنوان دو واژه یا یک عبارت نمیشه ازش صحبت کرد، بلکه باید به عرصه‌های گوناگون اجتماعی نگاه کرد، از جمله آموزش رایگان برای همه، بهداشت رایگان برای همه، تهیه اینکه افراد احزاب بتونن آزادانه فعالیت خودشون رو داشته باشن. یکی از مهمترین چیزهایی که با دوستان سکولار دموکراتی خیلی مشترک هستش، اصلا پایه جامعه سکولار رو گذاشتن، یعنی جدا کردن کلیسای دولتی که انجام شده در سوئد و خیلی کشورهای دیگر باعث شده که این مسئله سکولاریسم نهادینه بشه که حتی با تعویض دولت‌های گوناگون نمیتونن اونها رو بروبن، از بین ببرن. یا اینکه استقلالی که به اتحادیه‌های کارگرا، به اتحادیه کارمندان داده، اینها میتونن خودشون با استقلال کامل بدون دخالت دولت با کارفرما وارد مذاکره بشن و از حقوق خودشون دفاع کنن. و اینها به نظر من ثمره و فراورده‌هایی بوده که سوسیال دموکراسی تونسته در این جامعه سوسیال دموکراتی که بنا کنه. یک چیز دیگر هم که خیلی مهم هستش که دوستی خیلی اصرار داشتن که برای تعریف در رابطه با مسئله مالکیت خصوصی، این هستش که سوسیال دموکراسی کلن در جبهه کار قرار داره، ولی یعنی مخالف سرمایه نیست. سوسیال دموکراسی با سرمایه همزیستی داره، کنار میاد، کنترلش میکنه. و تا موقعی که به چیز استبداد و استثمار نرسیده با سرمایه‌داری کنار میاد، به خاطر که بهش نیاز داره. این یک بخشی بود من خواستم توضیح. یک صحبت کوتاه دیگر هم میخوام بکنم با اون دوستمون سوال کردن، آقای دانشور، حسن دانشور، در رابطه با اون شورای موقتی که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به وجود میاد. در اون زمان یعنی هیچ چیزی وجود نداره، یعنی نه نزدیک مؤسسان وجود داره، نه قانون اساسی وجود داره، هیچ چیزی وجود نداره. یک عده اومدن، حالا شاید سوسیال دموکرات هم باشن و نیروهای دیگه، و تونستن این رژیم رو سرنگون کنن. یه سری ضرورت ها، یه سری مسائل اضطراری باید پیش روی این جمعیتی که به هر حال سرنگون کردن یک مسئولیتی دارن، از جمله حفظ امنیت جان مردم، که نیروها سوء استفاده نکنن و بیان به امنیت مردم چیکار کنن، آزار برسونن، تأمین اون نیازهای اولیه مردم، اینا بسیار اهمیت داره. مثلا اینکه ترافیک چطوری کنترل کنن، اینا نیاز به این داره که به هر حال یک گروهی، یک جمعیت اینو بچرخونه تا موقعی که اون مجلس مؤسسان به وجود بیاد، تا قانون اساسی به وجود بیاد و اینها به اصطلاح سیاه بر سفید بر اون صفحات قانون اساسی درج بشه. از سوی دیگر مثلا تشکیل کمیته حقیقت‌یاب
این خیلی اهمیت داره که بتونن با سازمان‌های بین‌المللی بیان که این کسانی که به هر حال ظلم کردن، کسانی که انسان‌ها رو کشتن، قتل عام کردن، اینها باید در مقابل قانون قرار بگیرن. این کمیته حقیقتی ها باید تشکیل بشه و یکی از مهمترین وظایف این کمیته یا این شورا یا این دولت موقت، حالا به قول معروف میگن فرزند خوب نام‌های گوناگون دارد، اینه که میتونین شما هر نامی براش بذاری، ولی یکی از وظایف اینه که جلوگیری یا پیشگیری از بازگشت رژیم. یعنی رژیم به این سادگی نیست که ما به هر حال باید واقع‌بین باشیم که خیلی سریع حکومت رو تحویل بده بعد بره یه جای بشینه. اینم یکی از وظایفی هستش که این شورای موقت به عهده داره و در کنار اون، یعنی اون موازی پارالل با این، باید تلاش کنه تمهیداتی رو برای شکل گرفتن دموکراتیک یک مجلس مؤسسان رو فراهم کنه. و به هر حال تجربه های فراوانی هست از کشورهای همسایه و از کشورهای دیگر. این به نظر من این دولت موقت یا این شورای موقت بدون همکاری با نیروها و کشورهای آزادی خواه نمیتونه کارشو پیش ببره و نیاز به کمک داره که جلوگیری کنن از همون که ما تلاش میکنیم سوسیال دموکرات ها، که به هیچ وجه به حمام خون تبدیل نشه که انسانهای زیادی جانشون رو از دست بدن. سپاسگزارم از شما. آقای مسعود غفرانی ها در فیسبوک نوشتن: جناب نقره‌کار، پس از فروپاشی شوروی اکثر گروه های مارکسیستی به جمهوری خواهان سوسیالیست و دموکراتیک تبدیل شدند. آقای دانشور اشاره کردند که تمام این گروه ها مدعی دموکراتیک بودن هستند. نظر شما در آستانه 70 سالگی به مالکیت خصوصی چیست؟ آقای غفرانی ها از در فیسبوک نوشتن. مقداری سوال برای من چیز بود. ابتدا راجع به دموکراتیک بودن جریان ها پرسش شد و مالکیت خصوصی. ببینید، راجع به این که بسیاری از اون جریان هایی که ایشون اشاره کردن بعدن به در واقع صفوف دیگری پیوستن یا تفکرات دیگری پیدا کردن، خب این یه امریست طبیعی و بیشتر برمیگرده به هر حال اون شرایط و وضعیت خود اونها بهش اندیشیدن و تجربه کردن. در مورد مالکیت خصوصی هم من نظرم سوسیال دموکرات ها رو در واقع دارم. یعنی من فکر میکنم مالکیت رو باید محترم شمرد، ولی در واقع مالکیت رو در یک حدی میتوان در نظر گرفت که به هر حال تولید به تو چارچوبی که بخوام بگم تولید مشکل نکنه. میدونید منظور من این است، مالکیت محترمه، مالکیت رو باید در واقع قبول داشت، ولی در این حال کنترلی هم باید بر امر مالکیت باشه. من فکر می‌کنم سوسیال دموکراسی لااقل دولت و ارگان‌های دیگه هم میتونن این کارو بکنن. ببخشید من نفسم یه مرتبه گرفتش، معذرت میخوام. خواهش میکنم. ممنونم از شما. آقای حیدری نوبت گرفتید. من سپاسگزارم. آقای عطایی عزیز سلام. دوباره آقای نوره‌کار گرامی. آقای نوره‌کار، من دو تا سوال دارم. یکیش مربوط به پاسخیه که جناب آقای، اگه اشتباه نکنم اسمش رو، امیدوارم، آشوری به پرسش دوست دیگری دادند. من از شنیدن صحبتهایی که شما و دوستان شما کردن متوجه این امر شدم که سوسیال دموکراسی که شما به دنبالش هستید برای دوران پس از گذار یک حزب در میان احزاب دیگره. این یک. دو، این حزب به دنبال تشکیل دولته، چون من متوجه شدم بعضی از پرسش کنندگان کلمه دولت، حکومت رو به جای دولت به کار میبرند، که متاسفانه باید این آگاهی رسانی رو کرد که این خیلی دچار سوء تفاهمات بسیاری رو ایجاد خواهد کرد و من خواهش می‌کنم شما و دوستانتون این آگاهی رسانی رو انجام بدید که شما به دنبال تشکیل دولت
نه حکومت هستید، به معنای همون 4 سال که آقای آشوری توضیح دادن. ولی آنچه که من از پاسخ آقای آشوری به سوال اون دوستی که متاسفانه اسمشون رو از خاطرم رفته دادند، و پاسخ ایشون به اون پرسش این رو روشن نمی کرد که شما چه نوع حکومتی رو در حال حاضر مد نظر دارید که بتونه اون فعالیت‌های حزبی مد نظر شما رو تأمین کنه. و این رو سوال اولمه که یا خود حضرت عالی یا آقای آشوری میتوانید توضیح بدید، و بنابراین میخوام مشخص این رو معین بفهمید، یا چه نوع حکومت‌هایی، یعنی قالب حکومتی یا قالب‌های حکومتی مورد پذیرش شما. نکته دومی که من سوالم از خود جناب آقای دکتر نورکاره اینه که آقای دکتر نورکاره، شما، من خیلی خوشنود شدم وقتی که اسم شما، چهره شما رو دیدم در اون همبستگی آری، واقعا خوشنود شدم. اما چیزی که ما در حال یه مدار اگه وقت بیشتر میگذاریم میشنویم، متوجه میشیم سیگنالایی که از داخل خارج، از داخل کشور به خارج میاد توی همین جاهای مانند کلاب هاوس، نشون میده که چقدر احتیاج به تشکیل جبهه فراگیر وجود داره. چون ما الان اپوزیسیون ها داریم، اپوزیسیون نداریم، بلکه اپوزیسیون ها داریم، هر کسی حرف خودشو میزنه، و ما متوجه هستیم که خود این تشکیل جبهه فراگیر و یه جبهه‌ای که بتواند تمام یا اکثریت اپوزیسیون خواهان دموکراسی و سکولاریسم رو در خودش داشته باشه و در حقیقت یک فرانت اندی به مردم، یک چهرهی به مردم نشون بده که چنین آدمهایی، چنین جبههی پس از دوران گذار از رژیم کنونی هست که جامعه رو میخوان به پیش ببرند و از فروپاشی یا از هر گونه اختلالی در زندگی، کسب، کار و آزادی‌های مردم رو تأمین کنند. عدم وجود چنین جبهه فراگیری به نظر بنده یکی از دلایل این بوده که تا کنون، فکر میکنم جناب‌عالی هم موافق باشید، رژیم توانسته به حیات خودش ادامه بده و رژیم توانسته از شکلگیری یک مخالفت‌های عمومی گسترده در داخل کشور جلوگیری کنه. بفرمایید که بعد از اون حضورتون در کنار افراد دیگه مانند آقای دکتر نوری‌علا و شاهزاده رضا پهلوی و آقای حسن شریعت‌مداری، چه کاری واقعا دارید انجام میدید برای اینکه این موضوع ضروری است و واقعا شما و دیگر آقایون و خانم ها چه کاری دارید انجام میدید؟ و این کندی برداشتن قدم ها ناشی از چیست و جامعه ایرانیان خارج از کشور چگونه میتونه به شما کمک کنه؟ شما واقعا چه سازوکاری رو در پیش گرفتید که به این ضرورت تاریخی پاسخ سریع تری رو بدید؟ سپاسگزارم. ببینید، پرسش اول رو من فکر کنم دوست عزیزمون آشوری میتونن پاسخ بدن. من خیلی پوزش میخوام از دوستان. البته قبلا هم من به محمود ابتهی عزیز گفتم قبل از جلسه که من واقعا حال مناسبی ندارم و اگه روم میشد لغو میکردم جلسه رو به خاطر وضعیت تنفسی بدی که دارم. برای من ببخشید که نمیتونم زیاد حرف بزنم. ببینید، من در مورد نکته مهمی که این دوست عزیزمون گفتن در رابطه با مسئله ائتلاف، همکاری و جبهه و ضرورتش،
خب قبلا هم یه اشاره‌ای داشتم بهش. من برگردم به این نکته‌ای که دوستمون گفت که بعد از اون کنفرانسی که منظور ایشون هست نشستی که اشاره کردن ما چه کردیم. واقعیتش این استش که تلاش میشه، کار میشه، نشست‌های متعددی وجود داره که بتونه در ادامه همون کنفرانس در واقع در یک مسیری کار رو به سرانجام برسونه. سرانجام در این معنا که بشه یه ائتلافی شکل بگیره و در واقع تبدیل بشه به یک نیروی اجتماعی قابل اتکا و تاثیرگذار در رابطه با آنچه که در داخل ایران میگذره. از دل همین ائتلاف بحث‌های بسیاری بوده در محافل مختلف، البته در پیوند با هم، و برنامه هم هست. یعنی من فکر میکنم چشم‌اندازم اینه که تمام تلاش ها داره میشه در رابطه با شکل‌گیری اون ائتلاف، یا حالا بر عنوانی که میشه براش گذاشت، ستاد، جبهه و اسامی دیگر. متعای این که چرا در واقع با اون سرعت و انتظاری که دوستان فکر میکنن رخ نمیده، خب واقعیتش باید دلایلش هم دید. موضوع یک موضوع اراده گرایانه در آن معنا نیست که من نقره‌کار یا اسماعیل نوری‌الرای عزیز و دیگران اراده بکنن و این مسئله در واقع حل شه و این ائتلاف شکل بگیره. مشکلات عدیده‌ای هست، قاعدتاً تو مسیر باید برداشته بشه و دلایلی هم وجود داره که به سرعت نمیشه اونها رو از میون برداشت. من بارها خودم شخصا نظر خودم رو که مطرح کردم به عنصر خودمحوری، عنصر فرقه گرایی و یک سری مشکلاتی که در میان اپوزیسیون هست اشاره کردم، در کنار برخی از عوامل دیگه، و اینها عمل میکنه هنوز. و البته واقعا به تجربه خودم من تفاوت کیفی میبینم این آنچه که الان هست با چند سال قبل. تغییراتی میشه، تغییراتی از نگاه من مثبت در درون خود من. من اگر 4-5 سال قبل میگفتین بیاد مثلا در کنار آقای رضا پهلوی همکاریایی بکنین، من این کار نمیکردم. با امروز به این رجسته استم که باید این کار رو کرد. بنابراین میخوام بگم اولا زمان میخواد، من خوشبینم، منتها اگر کند پیش میره خب دلایل متعددی داره که من به یه نمونهش اشاره کردم. منتها از اون تاریخی که مورد نظر شماست تا به الان گام های مثبتی برداشته شده، قدم های برداشته شده و من فکر میکنم در آینده دوستان شاهد خواهند بود که این تلاش ها تا یه حدی نتیجه خواهد داد و ثمر بخش خواهد. مرز دیگه نداره. سپاسگزارم از شما دکتر نقره‌کار. با اینکه تنگی نفس دارید و پیش از نشست هم فرمودید به من، ولی خب برقرارتون باقی مونده تا ما مزاحمتون هستیم دیگه. متشکرم از شما. جناب آشوری بفرمایید، خواهش میکنم. مرسی جناب عبدهی. با تشکر دوباره از مسعود عزیز و دوستی که سوال کردن، ما به حکومت دموکراتیک و سکولار اعتقاد داریم. حکومتی که غیر مذهبی و غیر ایدئولوژیک به معنای تمامیت خواه است باور داریم و در اون سیستم ما یکی از احزاب و جریاناتی خواهیم بود که در قدرت سیاسی شرکت می‌کنیم بنابر تعداد رأی و میزانی که مردم به ما رأی میدن و در پارلمان یا مجلس به ما اختیارات میدن. ما به تقسیم قدرت اعتقاد داریم. اگر میزان رأی آنچنان بود که ما تمامیت دولت را در اختیار داشته باشیم این کار رو میکنیم و هر موقع رأی رو از دست دادیم دولت رو واگذار میکنیم، کاملا مثل دولت‌های دموکرات و سکولار که در جهان وجود دارد. در رابطه با سوال ایشون که کارهای عملی که ما کردیم در این دوران یا همکنون چیه،
من شاید بتونم به جرات بگم که بیشترین تماس رو با داخل و تاثیرگذاری در داخل در رابطه با بیانیه 14 نفر و نب جمهوری اسلامی که بعد از اون ادامه پیدا کرده جمعیت داشته. کمک هایی که شاید الان لازم نداشته، اگه مسعود عزیز خودش لازم میدونه میتونه توضیح بده. ما به طور مستمر چه به صورت فردی و چه به صورت تشکل جمعیت یا تحت لوای تشکل‌های پشتیبانی از بیانیه 14 نفر در شهرها و کشورهای مختلف این کمک‌ها رو انجام دادیم، پشتیبانی‌ها رو انجام دادیم به صورت‌های مختلف. در رابطه با ایجاد همبستگی در تشکیل جبهه فراگیر دموکراتیک ضد جمهوری اسلامی، ما کارهای خوب و فکر می‌کنم ارزشمندی انجام دادیم که ثمرش رو داریم کم کم می‌بینیم. در همکاری با جبهه سوسیال دموکرات ها و کلن جبهه دموکراسی خواهی کارهای مستمر ثمری انجام دادیم با کمک شما دوستان و کمک دیگر جریانات سیاسی. مرسی محمود جان. متشکرم. خانم فریده نیکومرام از روم ایتالیا نوشتن تشکر میکنم از توضیحات. خواستم بدونم که آیا این جمعیت خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی میداند یا آلترناتیو را حاصل ائتلاف سازمان‌های مختلف می‌داند؟ من میتونم جواب بدم. ببینید این جمعیت چنین ادعایی رو نداشته و نخواهد داشت به عنوان آلترناتیو خودشو مطرح بکنه، آلترناتیو جمهوری اسلامی. ما میتوانیم بخشی از اون آلترناتیوی که شکل خواهد گرفت و امیدواریم شکل بگیره باشه. برابر این چنین نگاهی در رابطه با جمعیت وجود نداشته، برای همین هم هست که ما در واقع هنوز خودمون رو جمعیت میدونیم، با یک از کمی یک کمیت قابل ملاحظه‌ای هستیم، ولی حتی به خودمون جرأت ندادیم به عنوان سازمان یا حزب مطرح بکنیم خودمون، برای که فکر میکنیم که میبایستی اون ویژگی های ضرور رو برای گذاشتن این نام ها بر هر جریانی داشت و از اون نام و اون صفت استفاده کرد. ولی اون آلترناتیوی که ایشون مطرح کردن بدون شک اون آلترناتیو در میشه گفت همایش و یا همگرایی بسیاری از نیروها و جریان های سیاسی و حتی شخصیت های سیاسی اون آلترناتیو باید شکل بگیره با تنوع‌های مختلف فکری، سیاسی، سازمانی، منتها روی نقاط اشتراک در رابطه با حرکتی که میخوان انجام بدن و به ویژه در رابطه با حکومت اسلامی. بنابراین اون آلترناتیو همون شکل خواهد گرفت که میشه اشاره کردم. ما هم همونطوری که گفتم چنین ادعایی نداریم. متشکرم از شما. آقای نارمکی بفرمایید، خواهش میکنم. نوبت شماست. متشکرم. من جناب نقره‌کار عزیز که استراحتی هم بکنن، پرسشم رو از جناب رضا طالبی دارم. این یه فرصتی دیدم که چون ایشون گفتن که سال پاس عضو حزب سوسیال دموکرات بودن، یه پرسشی داشتم از ایشون برای ما، اگر مایلن توضیح بدن. خیلی مستجرم، ممکنه به بحث ما مربوط نباشه، که چرا این جمعیت های منصوب به سوسیال دموکراسی به خصوص در این 8 کشور سوئد، سوئیس، نروژ، بلژیک، فنلاند، دانمارک، اتریش و هلند در ارتباط با کشورهای مبتلا به دیکتاتوری انقدر بد عمل کردن؟ در هر کجا که تونستن شریک دیکتاتورها شدن و در هر کجایی که حالا بنا به هر دلیلی شرایط های پیش اومد که توسط قدرت های بزرگتر رفتار خصمانه تری نسبت به دیکتاتوری های منطقه‌ای به ویژه منطقه ما اتفاق بیفته، این احزاب جزو کارشکنان بودن و قویاً پرهیز میکردن از حتی اینکه احتمالی پیش بیاد که این حکومت ها توسط قدرت های جهانی ساقط بشن و از هر فرصتی که من جای تناقض میبینم، از یک طرف جهت شریک اقتصادی شدن اگر بهشون دست میداد عمل میکردن به نهایت، و از طرفی خیلی علاقه من هستن به ظاهر
که خیلی عظیمی از پناهندگان این کشورها رو بپذیرند، اما هیچ علاقه‌ای به از بین بردن منشأ اون آوارگی و اون پناهندگی و از بین رفتن تعلق خاطر مردمانی که در جای به دنیا اومدن، کار کردن، بزرگ شدن و فرهنگ اونجا رو دارن و در اونجا باید خانه خود رو آباد کنن نمی کنن و اصلا رفتار مسئولانه نسبت به این خیلی مهاجرت ها ندارن، بلکه با ظاهر پذیرش پناهندگی سعی میکنن از یک طرف خود رو بسیار حقوق بشری نشون بدن، در حالی که عرض کردم تکرار نکنم از هر فرصتی برای شریک دیکتاتورها در مسائل اقتصادی استفاده کردن و همیشه از اصلی ترین نیروهای بازدارنده در برخوردهای جدی تر جامعه های جهانی و سازمان ملل با این کشورها بودن. آیا این ریشه ایدولوژیکی داره؟ اگر نداره فرصت طلبی سیاسیه، من نمیدونم. اگر شما مایل هستید توضیح بدید، چون گفتید چند هست با اینها دارید همکاری میکنید، من خوشحال میشم. و نکته آخر، البته این حرفی که من زدم ربطی به پذیرش ایده سوسیال دموکراسی توسط ایرانیان ما، هموطنان ما، و احتمالاً اگر ما موفق شیم دیکتاتوری رو ساقط کنیم در آینده، کاربرد ایده سوسیال دموکراسی در ایران به هیچ عنوان نداره. حتما در اون روز این سوسیال دموکراسی ایرانی خواهد بود. این رو خواستم تفکیک کرده باشم. اگر توضیحاتی رو مایل هستید من خوشحال میشم بشنوم. ممنون. چکرم. بفرمایید جناب طالبی، خواهش می‌کنم. خیلی سپاسگزارم آقای نارمکی از پرسشتون که بسیار پرسش خوب و به موقعی هستش. بله، در این رابطه به هر حال من اگه بخوام توضیح بدم اینو که پرسش آخرتون قسمت آخرش بود که آیا این چیز ایدولوژیکی هستش. ببینید، سوسیال دموکراسی خب یک تاریخچه بیش از 120 سال داره که حالا در مواقعی حکومت کرده، در مواقعی در اپوزیسیون بوده، در خیلی بسیاری از کشورها، ولی چند تا مشخصه اینها رو جدا میکنه با سیستم های دیگه. اولا که به استقلال کشورها و دخالت نکردن در امور داخلی کشورها بسیار معتقد هستم. اینو همیشه به قول معروف جز برنامه اصلی سیاست خارجی کشورهای سوسیال دموکرات بوده، حکومتشون سوسیال دموکرات بوده. دوم این که اینها بیشتر روحیه صلح طلبی، یعنی از جنگ گریزان بودن. شما می‌بینید که بسیاری از این کشورها، نروژ، سوئد، بلژیک، در کشورهایی که آلمان، اینا بیشتر حتی در اختلافات و درگیری‌های منطقی و جهانی بیشتر نقش میانجیگری رو داشتن. مثلا در جنگ ایران و عراق حتما می‌دونید که اولاف فالمه، رهبر حزب سوسیال دموکرات، نقش بسیار چیزی داشت. اینی که در این چیز خیلی کمتر شرکت می‌کردن، در اینکه دخالت کنن در امور داخلی. سومین مسئله ای که اینها رو به قول معروف برحذر می داشته به این بوده که اگرم بخواد کاری بکنه مردم اون کشور انجام میدن. در نتیجه از یک سو به قول معروف به خاطر که سوسیال دموکراسی همی که من در صحبت قبلیم گفتم مخالف سرمایه داری نیست، یعنی سرمایه داری کار خودش میکنه، مسئله بیزنس، اقتصاد، اون روابط تجاری وجود داره و دولت حق دخالت در اونها رو نداره. یعنی اگه شرکت الیکسون یا ولوو از سوئد بخواد با کشور دیگه ارتباط برقرار کنه، دولت نمیتونه در امورش دخالت کنه. این مسئله باعث شده که کشورهای سوسیال دموکرات بیشتر در رابطه با کمک به نهادهای مردمی نقش بسیار مؤثری داشتن. مثلا یکی از نمونه هاش فرضاً در تمام مدتی که آقای نلسون ماندلا در زندان بود، این سوسیال دموکرات های سوئد بودن که مثلا تمام کارهایشون رو به طور مخفی انجام میدن، یا در موقعی که قدرت در برمه بود این سوسیال دموکرات ها بودن که چیکار کردن، تلاش کردن به این کشور کمک کنن و اون خانم آن سوشی که بعدن حالا مشکلاتی به این کمک کردن، یا اینکه مثلا در فیلیپین اون قبل از اومدن سر کار این آقای رئیس جمهور جدید تلاش بسیاری کردن و حزب اونجا رو به قدرت رسوندن. یعنی کمک به نهادهای مردمی و جنبش‌های مردمی
و نیروهای دموکراتیک و اینها رو ارجح میدادن به اینکه دخالت کنن. البته کاملا اون صحبت شما درست هستش، در بعضی مواقع بسیار ضعیف برخورد کردن، یعنی اینکه میتونستن در رابطه با مثلا در رابطه با کشور ایران، در رابطه با کشور سوریه، عراق و خیلی کشورهای دیگر رو من در اون منطقه رو میگم، میتونستن خیلی برنده تر عمل کنن و میتونستن چیکار کنن و میتونستن که موضوعات محکمتری بگیرن. اونم علتش بوده که یک مقدار به هر حال این چی میگن سوسیال دموکراسی که ما به قول معروف میخواییم، یعنی مخاطبینش اینا فکر نمیکردن که مخاطبین این سوسیال دموکرات ها آدم هایی که دیکتاتور هایی که در منطقه اینقدر خشن و اینقدر بیرحم باشن، فکر میکردن که میتونن با اینا کنار بیان، اینا رو راضی کنن، اینا رو به خاطر اون روحیه رفرمیستی و اصلاح طلبی که در سوسیال دموکراسی وجود داره همیشه طرفداری بودن که میشه با اینا دیالوگ برقرار کرد. ولی این اواخر در داخل همه احزاب از جمله در داخل همین حزبی که من عضوشم در سوئد، این صداها داره بلند میشه که شما نمیتونید با همون سیاستی که 20 سال پیش نسبت به دیکتاتورها داشتید الان هم ادامه بدید. به هر حال من میتونم اینطوری بگم که آقای نارمکی و دوستان گرامی، مسلماً سوسیال دموکراتی در عرصه برخوردها روابط بین‌المللیش کاستی هایی داشته و این کاستی ها خیلی بسیاری از موقع باعث شده که دیکتاتورها موضوعشون مستحکم بشه، ولی از سوی دیگر هزاران هزار نهادهای اجتماعی رو، نهادهای مدنی رو در همین کشورهای دیکتاتوری، این کشورهای که با حکومت سوسیال دموکراتی کمک کردن. یک نمونه آخرم که بگم به خاطر که خیلی بروز هستش، مثلا نزدیک 30 سال هستش که 27-28 سال هستش که از هر 3 آموزگاری که در افغانستان دارن زندگی کار میکنن، به سلام حقوقشون، دستمزدشون از سوی به سلام یک کمیتهی که از سوئد هستش به اسم کمیته افغانستان سوئد داره پرداخت میشه و مؤسسات بسیار، یعنی اینها به زیر ساختهای دموکراتیک کمک میکنن که بتونن اینها خودشون با دست خودشون بتونن اون به قول معروف سرنوشت خودشونو و شکل حکومتی خودشونو تعیین کنن. سپاسگزارم. امیدوارم که پاسخ داده باشم به بخش سوال. سپاسگزارم از شما. آقای حسین میم از اهواز نوشتند: خواهش میکنم به من کارگر صنعت گاز بفرمایید که شما سوسیال دموکرات میخواهید برای نوع من چه کنید؟ هم دموکراسی را به عنوان صندوق رأی قبول دارید، هم اقتصاد آزاد را و هم مالکیت خصوصی را. در این صورت برای من فرق شما با دیگران چیست؟ مزاحم آقای نقره‌کار نمیشوم که سینه سوخته ای دارند، اما آقای آشوری یا آقای طالبی چه جوابی برای من دارند؟ جناب آشوری، جناب طالبی، هر کدوم از عزیزان مایل هستید بفرمایید. خواهش میکنم. اگه اجازه بفرمان جناب طالبی، اجازه بفرمان من به صور مختصر بگم. این دوست کارگر عزیزمون اگه مایل باشن میتونن برن سند حقوق کارگران و کارمندان رو در وبسایت ما که آزادی و عدالت اجتماعی هست ببینن. ما به طور کلی چند بار از اون رو من به طور خلاصه میگم خدمتتون، ما به تمام کارگران آزادی اعتصاب میدیم، اعتقاد به آزادی اعتصاب برای کارگران هستیم. ما تشکل‌های کارگری رو حق خودشون میدونیم. ما حد اکثر 40 ساعت کار در هفته رو اعتقاد داریم. ما اعتقاد داریم که حداقل دستمزد بر اساس یک زندگی خانوادگی شرافتمندانه باید تعیین بشه. ما اعتقاد داریم که کار کردن برای افراد زیر 18 سال باید ممنوع باشه. ما اعتقاد داریم که خانوم ها در موقع زایمان باید 1 سال مرخصی با حقوق کامل داشته باشن. ما به برابری حقوق زنان و مردان در کار در مقابل کار برابر اعتقاد داریم. ما به بازنشستگی در حد اکثر 65 سال اعتقاد داریم. ما به کارگرانی که
حقوق بازنشستگیشون در صندوق بازنشستگان به اون اندازه ای نیست که کفاف زندگیشون رو بده. یک حداقل تعیین کردیم که همون میزان بازنشستگی هست. ما خواهان درمان رایگان برای کارگران و خانواده آنها هستیم و تمام اقشار جامعه. ما خواهان تحصیل رایگان برای تمام افراد جامعه تا مقاطعی که توانایی تحصیل دارن هستیم و شاید بندهای دیگه که من الان دقیقا به خاطر ندارم این دوستمون میتونن برن نگاه بکنن در سندی که ما تصویب کردیم برای حقوق کارگران. سوسیال دموکرات ها سنتا و همیشه خواهان طبقه کارگر و به طور کلی زحمتکشان جامعه بودن و خواهان تقسیم عادلانه در منافع جامعه برای تمام افراد جامعه از جمله طبقات زیردست و کارگران هستن. مرسی محمود جان. ممنونم محمود جان. عرض کنم که آقای شهابی دکتر شما صحبت میخواستید بکنید؟ جان نه، من اگه پرسشی باشه سعی میکنم پاسخ بدم. جان شهابی بفرمایید، خواهش میکنم. با درودی دوباره، من میخواستم اول با آقای نارمکی شروع کنم که به نظر من صحبت انتقادشون بسیار بجاست. اروپای شمالی یا همون اسکاندیناوی بسیار بد عمل کردن، خیانتکارانه عمل کردن به ملتهای مثل سوریه و مردم بزرگ خودمون، مردم ایران که با دیکتاتور معامله کردن. یعنی فقط هم به نظر من بیشترین دلیلش اقتصادی میتونه باشه. نگاه بکنیم به آلمان که مثلا سوسیالیست بوده، ببینید که میکونوس به وجود اومد، اون ترورها بود، ولی باز بالاترین مقام مملکت محکوم شدن ولی باز ادامه دادند روابطشون. یا اینکه اتریش کشتن شرفکندی و چند تا دیگه باز هم ادامه دادن. بنابراین اینو فقط نمیشه گفت که بریم به 4 تا معلم کمک کردن، این داره کمک میکنه به رشد دموکراسی. به نظر من یه نگاهی هم هست، شاید نگاه ضد آمریکایی دارن، چون سوسیالیست مثلا هستن، ضد امپریالیستی هستن. حالا امپریالیست چون با شوری روسیه و چین نمیخوام مقابله کنن، آمریکا مونده. یک دیدم میتونه این باشه. به هر حال از نظر ما خیلی محکومه و شاید هم یک دلیلش این باشه که ما فعال نیستیم و این احزاب رو وادار کنیم که مواضع بهتری بگیرن. در این مورد و نگرانی دوست عزیز آقای حیدری هم واقعا بجاست. آقای نقلکار و آقای آشوری توضیح دادن که چقدر فعالیت میکنن، ولی به نظر من همه فعالیت ها کمه، خیلی بیشتر باید بشه. این یک ماست، این دغدغه مردم ایرانه که فقط میگن شما چی کار کردید، شما چرا با هم جمع میشید جمع نمیشید، اشکال شما چیه؟ آقای نقلکار به درست میگنن، یکی اینه که خود محور بینیه، آره درسته، ولی به حال باید فعالیت رو زیادتر کرد که این انجام بشه. سوال من اینا که اینا نظر من بود، سوال من از جناب نوکال اینه که برای سرنگونی این رژیم چه اسبابی در نظر گرفته میشه، چه وسایلی به نظرتون کارساز خواهد بود و باهاش موافقید؟ اعتصابا، تظاهرات، چیزی دیگه؟ آیا مبارزه، یعنی وقتی رژیم تحمیل کنه مبارزه مسلحانه رو با این رژیم، اگر رژیم تحمیل کنه حمله کنه به اعتصابات صلح‌آمیز مردم، آیا با اونو ردش میکنید یا اینکه موافقید؟ خیلی ممنونم از همتون. من موجم با میتونم صحبت کنم؟ ببینید، من اشاره کردم که به هر حال برای دستیابی به هر آنچه که به خوبی ازش صحبت شد توی این نشست، آزادی، دموکراسی، سکولاریسم در جامعه ما یا سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی،
اون مانعی اصلی که حکومت اسلامی باید برداشته میشه. پرسش خیلی خودمانی اینه که این مانع رو چجوری میشه برداشت. خب البته میدونید 42 سال این پرسش مطرح است و پاسخهای گوناگون گرفته. در عمل هم خب در راستای برداشتن این مانع کار شده و نتایجی هم داده. همین فروپاشی که در خود نظام حکومت اسلامی در این سیستم داریم میبینیم، اگر چه خب این ریزش ها کمی هم میشه گفت خیلی سهمگین و بزرگ نیست، ولی خب بخشش برمیگرده جدا از اون مشکلات درونی خود حکومت و ویژگی های خود حکومت به این مبارزه‌ای هم که از بیرون با این حکومت میشه خب ارتباط پیدا میکنه، بی تأثیر نبود. من خودم یعنی جمعیت به طور کلی نظر این هستش که برای برداشتن این مانع ما به یه نیروی اجتماعی قدرتمند در جامعه نیاز داریم که اون نیرو بتونه این مانع رو برداره. اون نیرو هم شکل گیریش خب خیلی روشن هست که میبایستی از تشکلها و جنبش‌های مختلف و همینطور شخصیت‌های گوناگون چه در داخل و چه در خارج با تأثیری که از خارج گذاشته میشه، اون نیرو باید تو این مسیر شکل بگیره. با حدودی هم شکل گرفته. الان جنبش‌هایی که در داخل ایران هست، جنبش‌های مدنی، جنبش زنان، جنبش‌های صنفی و همینطور توی عرصه نمونه هایی که به هر حال دوستان اشاره کردن، به هر حال گام هایی هم برداشته شده، باید امیدوار بود. نگاه خود ما این هستش که این برداشتن و این در واقع گذر هرچه در واقع به دور از خشونت و خونریزی باشه مورد تایید ماست. یعنی هرچه این در واقع با فاصله از اعمال خشونت و خونریزی به هر حال پیش بیاد، خب این مورد قبول ما و من فکر کنم همه سوسیال دموکرات هست. یعنی یک گذر مسالمت آمیز و بدون خشونت، این هستیست که ما بهش اعتقاد داریم. این به اشکال مختلف میتونه باشه، هم به هر حال نافرمانی های مدنی، اعتصابات، اعتراضات، تحصن ها و اشکال گوناگونی که میدونیم که چگونه بتونه اون حکومت رو تضعیف بکنه، محاصره بکنه و سبب ریزش اون حکومت و یا سرنگونیش بشه. همونطور که عرض کردم با تأکید بر مسالمت آمیز بودن روشی که باید اتخاذ بشه. منتها یه منتها داره، مثل خیلی از چیزا که آدم صحبت رو میکنه با یه اما میبرش زیر سوال. منتها شکل مبارزه رو، شکل درگیری با حکومت اسلامی رو خب ما مخالفان 100% تعیین نمیکنیم. ما میخوایم مسالمت آمیز باشه، ما میخوایم خشونت پرهیز باشه، ولی بخشیش رو در واقع دشمن ما اون روش رو تعیین میکنه. خب همین رابطه اون بحث دفاع از خود در شرایطی که در واقع قرار میگیره این جنبش و یا حالا فردی از این جنبش به طور کلی مطرح میشه، یعنی اون دفاعی که حالا دی میگن دفاع مشروع. بنابراین میخوام بگم اگر نظر منو بخواید، نظر جمعیت رو بخواید، ما خواهان یک گذار مسالمت آمیز و بدور از خشونت هستیم و خشونت پرهیز، ولی به هیچ وجه نمیتوانیم از قبل این نسخه رو بپیچیم و بگیم 100% ما این گذار رو به این شکل خواهیم داشت. بخشش همونطور که عرض کردم برمیگرده به روشی که حکومت اسلامی در رابطه با این حرکت اتخاذ میکنه، که من امیدوارم در هر حال به شیوهی پیش بده که همون شیوهی مسالمت آمیز و خشونت پرهیز بشه. من امیدوارم جوابتون رو داده باشه.
متشکرم از شما. از بخوم آقای مصطفی شکراللهی نوشتن شما از آسیب شناسی سوسیال دموکراسی میگویید، یعنی میخواهید آسیب های وارده به سوسیال دموکراسی را تشخیص داده و رفع کنید. پس باید قبول کرد که در سوسیال دموکراسی مواردی هست که ریشه ای محسوب می شود و آسیب شناسی می خواهد و ببخشید آسیب شناسی می خواهد آنها را برجسته کند. بنابراین بد نیست ارزش های ریشه ای سوسیال دموکراسی را توضیح بفرمایید. هر کدوم از دوستان اگه مایل هستن این پرسش آقای شکراللهی از بخوم رو پاسخ بدن. ارزش های ریشه ای سوسیال دموکراسی رو. فکر کنم یکی از دوستان یا جناب طالبی اگه امکان داره پاسخ بدم. با کمال میل من فکر میکنم که دکتر نقره‌کار اشاره کردن به این که به هر حال آزادی دموکراسی و رفاه همگانی و همبستگی اونها پایه‌های اساسی سوسیال دموکراسی هستن و اینکه سوسیال دموکراسی تنها به صورت تئوریک، یعنی که فقط در این 4-5 واژه تعریف نمیشه، بلکه یک جهانبینی هستش که در بعضی از کشورها بیش از 60 سال و در بعضی از کشورها بیش از 70 تا 100 سال هم در قدرت بوده هم بر علیه قدرت بوده. یعنی اینکه داره یک جهانبینی بسیار جا افتاده هستش. از یک سو سوسیال دموکرات ها خودشون رو از کمونیسم جدا می کنن. یعنی ما یکی از اصلا پدیدار شدن یا به وجود اومدن یا چی میگن ظاهر شدن سوسیال دموکراسی در دو تا جبهه بود. از یک سو با کمونیسم مثل خط و مرز کشید و از سوی دیگر با سرمایه‌داری چی خشن و استثمار کننده. از درون این سوسیال دموکراسی به وجود اومد و اتفاقا دوستی در یک جایی نوشته بود سوسیال دموکراسی از فرد شروع میکنه، یعنی ارزش انسانی و کرامت انسانی برای سوسیال دموکراسی بسیار مهمه. یعنی اینکه به هیچ وجه اینطوری نیست که به صورت کمونیسم یا کلکتیو میگم به صورت جمعی با برخورد کنه، نیازهای هر انسانی رو بهش احترام میذاره. این خیلی مهمه که ما به این مسئله اشاره کنیم و اینکه وقتی که ما از سوسیال دموکراسی صحبت میکنیم اگر بخوایم اینو ببینیم خب این وقتی که عمل میکنه در جامعه نتیجهش چیه؟ یکی از نتایجش این هستش که انسانها از یک سطح برابر نیازهای ابتدایی برخوردار خواهند بود در جوامع سوسیال دموکراسی. برای این مبارزه میکنن، میگن که مسئله مسکن، مسئله نان یا اینها صرف نظر از پایگاه طبقاتی افراد که در اونجا زندگی میکنن اینا باید از این برخوردار باشن. یا اینکه مسئله آموزش، همونطور که من قبلا هم اشاره کردم، اینها چی میگن بهداشت و درمان، اینا قابل چی؟ قابل معامله نیست در جهان بینی سوسیال دموکراسی. ما اینها پای ابتدایی اینا رو باید حتما در یک جامعه سوسیال دموکراسی وجود داشته باشه، ولی از سوی دیگر اجازه میده که سرمایه هم کار خودشو بکنه به خاطر اینکه اعتقاد داره که شما نمیتونین در حال حاضر در جهان کنونی بدون سرمایه کار داشته باشین و کار خودش پایه اصلی، یکی از شعارهای اصلی سوسیال دموکراسی این هست که کار برای همه. این بسیار مهم است. چرا؟ اعتقاد داره که انسان کار را نه تنها برای امرار معاش، به عنوان شیوه‌ای از زندگی، به عنوان دخالت در ساختن جامعه، این برای سوسیال دموکراسی یکی از مهمترین چی میگن مشخصه ها ویژگی های سوسیال دموکراسی هستش که بهش خیلی روش کار کرده. دوستی در رابطه با که دوست عزیزم آقای آشوری پاسخ دادن بهشون از کارگران که سوال کرده بودن، یکی از به اصطلاح کارهایی که فراورده ها و نتیجه فعالیت 100 ساله سوسیال دموکراسی در رابطه با کارگران و کسانی که در عرصه کار هستن این بوده که
استقلال، یعنی اینقدر کارگرا قدرتمند شدن از نظر دانش، از نظر اتحادیه‌شون اینقدر قدرتمند شدن که گفته که حکومت‌ها خودشون رو بکشن کنار. اینقدر کارگرها در کشورهای سوسیال دموکرات قدرتمند هستن که خودشون بدون دخالت دولت، بدون دخالت حکومت، بدون دخالت احزاب سیاسی باید برن بشینن در یک نشست برابر حقوق با کارفرماها چیکار کنن، به توافق برسن که شرایط کار چطوری باشه اینا. این به نظر من خیلی بهتر از اینه که اون به اصطلاح تفاوتش مثلا با کمونیسم این هستش که این حزب کمونیست شوروی بود، من در اون کشور شوروی هم بودم، در که حزب کمونیست شوروی بود که تصمیم میگرفت که کارگر چقدر حقوق داشته باشه نداشته باشه. اتحادیه کارگری فقط یک روبنا بودن، یک شکل ظاهری بودن، ولی در سوسیال دموکراسی این کارگران هستن که حتی بعضی موقع مثلا در سود تعیین میکنن که سوسیال دموکرات ها در قدرت باشن یا نباشن، یعنی انقدر قدرت دارن در این کشور. من دیگه چون این بحثی که خیلی زیاد میشه من و وقتم کمه، اگر مثلا تونسته باشم پاسخ بدم که خوشحال میشم، مگر نه اگر باز دوستم بخوام میتونم توضیح بدم. سپاسگزارم. تشکرم از شما. عرض کنم یک سوال در رابطه با همین صحبتهایی که الان کردید، آقای سعید دلمقامی از منچستر نوشتن، شاید بخش از پرسششون رو پاسخ گرفته باشم، اون رو هم میخونم جام طالبی اگر مایل باشید این رو هم پاسخ بده. من بسیار علاقمندم بدانم که جایگاه اندیویجوالیزم یا فردگرایی در سوسیالیزم چیست، چون وقتی سوسیالیزم رو به فارسی ترجمه کنیم میشود اجتماع‌گرایی و ظاهراً این مکتب در مقابل فردگرایی قرار دارد. آیا من درست میفهمم؟ نمیدونم دکتر، شما شاید توضیح را اگر جانم بفرمید رضا جان. ببینید مسئله وقتی که ما راجع به خب سوسیال دموکراسی صحبت میکنیم، خب خود واژه سوسیال دموکراسی دو عبارت سوسیال دموکراسی دو تا واژه درسته، سوسیال و دموکراسی. خب اون وقتی که راجع به دموکراسی صحبت میکنیم، این هم نظرش به شیوه حکومتی هستش که ما اعتقاد به پارلمنتاریسم مبارزه احزاب داریم، از طرف هم وقتی که به سوسیالیسم نگاه میکنیم بخشی هستش که مربوط به اقتصاد جامعه است، یعنی تقسیم اون به اصطلاح منابع هم موجود در کشور هم تولید شده در کشور، اینو میخوان چیکار کنن؟ به طور عادلانه تقسیم کنن. مسئله ایندیویدوالیسم در اصل، شما ایندیویدوالیسم در خیلی عرصه‌های دیگر میتونید نگاه کنید، مثلا در عرصه‌های هنری سوسیال دموکرات‌ها خودشون مثلا نویسندگان بزرگی اینا این کار شخصی میکنن، یا یه فردی یه چیزی رو اختراع میکنه، یا اینکه یعنی ایندیویدوالیسم رو محدود نمیکنه. ایندیویدوالیسم موقعی محدود میشه در یک جهان بینی سوسیال دموکراسی، اون موقع هستش که حق قانونمند شهروند دیگر یا شهروندان دیگر را زیر پا میگذاره. اون موقع سیستم سوسیال دموکراسی بهش میگه نه، شما تا اینجا حق داری ولی از اینجا دیگه با قانون طرفی، شما قانون شکنی میکنی با این شیوه ایندیویدوالیسمی که پیش گرفتی. در نتیجه به هیچ وجه سیستم سوسیال دموکراسی مخالف خلاقیت انسانها، افرادی که بتونن کارهای نوین اختراع کنن و حتی سود بردن از اون کاراشون نیست، به خاطر که سوسیال دموکراسی در حال حاضر با همین اندیشه که در جهان بینی کنونی به هیچ وجه برهم زدن سیستم سرمایه داری نیست، به خاطر که هیچ گونه آلترناتیو دیگری برایش نداره. آلترناتیو از بین بردن سرمایه داری یعنی خب کمونیسم، یعنی از بین بردن طبقات. این خط و مرز بین سوسیال دموکراسی و کمونیسم هستید، از سوی کمونیسم هست، از سوی دیگر سوسیال دموکراسی میخواد که مهاری بزنه به سرمایه داری، چون سرمایه داری اگر به اصطلاح رها بشه میتونه چیکار کنه؟ میتونه حق حقوق شهروندان دیگر رو پایمال کنه. این خیلی به هر حال بحث پیچیده و طولانیه، من امیدوارم که به اون دوستمون از منچستر پاسخ داده باشم. سپاسگزارم. متشکرم از شما. آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن پرسیدن میزان دخالت یک دولت سوسیال دموکرات در کار ملت چیست؟
دوستان هر کدوم از عزیزان، دکتر شما پاسخ میدید یا بقیه دوستان هر کدوم از عزیزان لطف کنند؟ اصلا دوستان دیگه روز جمعیت جوره من رو بکشن فکر کنم هستن، اگر نه من بتونم. آقای دوستان من اسم نمیبرم، دوستان هر کدوم خود عزیزان مایل باشن بفرمایید خواهش میکنم. یا محمود جان شما بفرمایید یا از دوستان. مرسی، ببخشید دوستان دیگه. من فکر میکنم به میزان دخالت دولت سوسیال دموکرات در روابط مردم یا قوانین دیگر رو چارچوب قانون کشور که در یک حکومت سکولار دموکرات تعیین میشه مشخص میکنه. یعنی هیچ دولت دموکراتیکی نمیتونه فراتر از قانونی که تصویب شده در قانون اساسی در حقوق مردم یا تعیین چارچوب زندگی مردم در هر عرصه‌ای دخالت بکنه. بنابراین یک دولت سکولار دموکرات در چارچوب قانون و اختیارات خودش عمل خواهد کرد و فراتر از اون نمیره. این به طور خلاصه. متشکرم از شما. یک پرسش به نظر من شخصی پرسیدن از آقای طالبی، اگر مایل نیستید پاسخ ندید جناب طالبی، ولی چون اینجا توی این شبکه‌های اجتماعی نوشتن من فقط میخونمش. آقای آرش از گوتنبرگ پرسیدن آخرین باری که ایران بودید کی بوده؟ من آخرین باری که در ایران بودم سال 1361 بوده. ممنونم از شما. پرسش دیگر از آقای محسن دولو قاجار از مونیخ. من با سوسیال دموکراسی مخالفم چون سوسیالیسم هرگز با دموکراسی کار نخواهد کرد. شما چگونه توضیح میده؟ دشمن سوسیال دموکراسی سوسیالیسم. بفرمایید خواهش میکنم. مسعود جان بفرمایید. جانم من جوابم این هستش که کار کرده. یعنی ایشون میگه نمیتوانن کار با... یعنی در واقع تلفیق این دو یا آنچه که ما در خود ایده و همین نظام های سوسیال دموکراتیک داریم میبینیم، نظام هایی که الان هست میبینیم که کار کرده. کار کردنش هم در مقایسه با آنچه که وجود داره باید دید، نه اون ایده ها و آرمان هایی که به هر حال ما قبلا باور داشتیم و باور میکنیم یا برخی ها باور دارن. آنچه که کار کرد نداشته در واقع اون چیزی بوده که تحت نام سوسیالیسم بوده. البته معناش این نیستش که به طور کامل از نگاه من بشه مطلقا نفی کرد اون پدیده رو و یا اون دستاوردها رو. خیلی از اون دستاوردهایی که همون سوسیالیسم به هر حال داشته امروز میبینیم که قابل استفاده از هم کمایی که سرمایه داری هم همینطور. هر دو تلفیق نکات مثبت این دو به گمان من توانسته که سوسیال دموکراسی رو پدید بیاره و عمل کرد. درسته الان روی آسیب شناسی نواقص کشورهایی که بهشون اشاره شد پرداخته میشه، راجبش صحبت میشه، ولی به هر حال تو عرصه سیاست من فکر میکنم باید واقعی برخورد کرد. آنچه که الان وجود داره و داره عمل میکنه میبینیم که اون بخش سوسیال دموکراسی در کنار دموکراسی تونسته با هم یک همامیزی و همزیستی کارساز داشته باشه و نتیجه عملی بده. و خب به گمان من الان شاهد هستیم، داریم میبینیم سوسیال دموکراسی نه فقط در کشورهایی که اسم بردیم، خود امریکا سوسیال دموکراسی در واقع تأثیر داشته و داره عمل میکنه. خود حزب دموکرات امریکا بخشی از سیاستاش سیاست در واقع سوسیال دموکراتیک هست یا در بسیاری از کشورهای دیگه. بنابراین پاسخ من به این دوست عزیز این هستش که نتیجه داده، کار کرده، عمل کرده در مقایسه با اون سیستم ها و نظام های دیگه‌ای که بهش اشاره کردم. متأ ایدئال
بدون عیب و بدون نقص طبیعی است نیست و به هر حال باید تلاش بشه که معایبش کاهش پیدا بکنه و کاسته بشه. ولی الان شاهد هستیم تنها جوامعی که تونستن لااقل تو عرصه عدالت در اون معنایی که سوسیال دموکرات ها قبول دارن، عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی و عدالت ها در عرصه های مختلف حقوقی و دیگران و دیگر عرصه ها ببخشید نظام های سوسیال دموکرات است. بنابراین کار کرده. متشکرم از شما. آقای دانشوری کامنت نوشتن سوسیال دموکراسی ترکیب سوسیالیسم مارکسی با لیبرالیسم نیست. و آقای حسام الدین لام از شیراز نوشتن پرسیدن یعنی شما آماده اید که در انتخابات یک دولت لیبرال بیاید و دستاوردهای شما را از بین ببرد؟ دکتر اجازه میدید من بگو رضا جان شما. ببینید من فکر میکنم که یک طوری مطرح میشه که به هر حال سوسیال دموکراسی اصلا نمیخوان حکومت کنن. اصلا اینطوری نیست. به نظر من تمام احزاب، جمعیت ها، گروه ها که جهانبینی دارن و سیاسی هستن حتما میرن به طرف این که بتونن یا حکومت رو بگیرن یا در حکومت شریک باشن. ولی اینکه آیا این شانس اینو بیارن دیگه خودشون تعیین نمیکنن. برنامه‌شون با اون چیزی که به مردم میدن، مردم بهشون رأی میدن یا نمیدن. ولی اگر به قول معروف در یک انتخابات آزاد خب سوسیال دموکرات ها ببازن، مثل مثلا صدها بار سوسیال دموکرات در کشورهای گوناگون انتخابات باختن در اروپا در جاهای دیگه، و اینا خب مسلما یک حکومت دیگه اومده سر کارها، لیبرال بوده، حکومت بورژوازی بوده، حکومت حتی بعضی موقع مثلا در مجارستان فرض کن حتی یک حکومت نجات پرستانه میاد به قدرت و مسلماً چیکار میکنه؟ اون کارهایی که حزب قبلیش بوده، حالا این حزب ممکنه سوسیال دموکرات، اونها رو از بین میبره و یک سیستم دیگری میخواد پیاده کنه. در نتیجه اولا که سوسیال دموکرات‌ها تلاش خواهند کرد که قدرت رو به دست بگیرن و تلاش خواهند کرد که در قدرت خیلی هم بالا رای بیارن که بتونن حتی پارلمان هم بگیرن. تمام تلاش برای این است که بتونن جهانبینی، ایدئولوژی و اون سیاست های خودشون رو بر اون کشوری که دارن درش مبارزه میکنن به کرسی بنشونن و چیکار کنن در جامعه پیاده کنن. ولی به هر حال یکی از مهمترین به اصطلاح ویژگی های سوسیال دموکراسی حتی احزاب لیبرال این است که شما باید تن بدین به اراده مردم. وقتی که اراده مردم شما رو کنار میذارن، حالا به عنوان حزب سوسیال دموکرات شما باید به اون تن بدی، بگی بله الان تا 5 روز پیش من در حکومت بودم، یا اینکه هرگز نتونستم بگو الان باید در اپوزیسیون باشم، ولی از پا نمیافتن برای اینکه برای ایدئال های خودشون، برای آرمان های خودشون، آرزوهای خودشون، اهداف خودشون مبارزه کنن. مرسی. متشکرم از شما. اصلا فرصت یک پرسش دیگر اگر که دوستان موافق باشید داریم. آقای محسن مطلبی از پاریس، آیا تأثیر در امریکا به خاطر ترس از کمونیسم است یا سکولار دموکراسی؟ ادعای خود را چگونه میکنم؟ منظورشون همون تأثیر فکرم در ادامه صحبت های دکتر نقره‌کار پرسیدن. در امریکا من تصور نمیکنم اگر سوسیال دموکراسی در امریکا حضور داره. میدونید که سوسیال دموکراسی در امریکا سالیانی است، از 1898 حزب سوسیال دموکرات در امریکا وجود داشته. یعنی سوسیال دموکراسی در امریکا ریشه داره و حضورش ترس از کمونیسم یا ترس از نظام‌های دیگه نیست، بلکه در وجود خودش پاسخگوی نیازهای بخشی از جامعه امریکا است. بنابراین خب به سمتش گرایش پیدا میشه و در واقع تونسته سوسیال دموکراسی در جامعه امریکا رشد بکنه. همین انتخابات
سالهای اخیر شما ببینید که چقدر از جوانان امریکایی در واقع به دنبال سوسیال دموکراسی رفتن. چرا؟ ترس از کمونیسم یا ترس از مؤلفه‌های دیگر نبود، بلکه بیشتر می‌دیدن که این ایده و در واقع این فکر و این پدیده اجتماعی در واقع پاسخگوی خیلی از نیازها و خواستای آنهاست. اگر در واقع رشد ما اینجا شاهد هستیم، اساسش این هست، نه این که در واقع به خاطر وجود یا ترس از وجود یک مجموعه یا یک نظام دیگر. سپاسگزارم از شما. یک کامنت هم داریم از آقای پرویز طالعی از اهواز، نوشتن چه سوسیال و چه لیبرال هیچ کدام نمی توانند خلاف قانون اساسی سکولار دموکرات برنامه اجرا کنند. جناب دکتر نورکار، اگر صحبت پایانی است بفرمایید. خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و همه دوستانی که در مهستان این نشست رو فراهم آوردید. پوزش میخوام واقعا به خاطر شرایط جسمیم، هیچ انتظارش رو نداشتم و اگر به هر حال پاسخ به برخی از سوال ها نتونستم کامل پاسخ بگم یا مشکلی ایجاد شد، دوستان پرسش کننده ببخشن. امیدوارم توی فرصت دیگه بشه بهتر با این پرسش ها برخورد کرد. سپاسگزارم و از شما و همه عزیزان تشکر میکنم. سپاسگزارم از شما جناب دکتر نقره‌کار، به ویژه به خاطر که این علارغم ناخوشی که داشتید بر اون قراری که داشتید موندید و 3 ساعت هم تشریف داشتید تا هر اونجا که ممکن بود واقعا پاسخ گفتید. از همه عزیزانی که تشریف دارن در اتاق زوم، شنوندگان و بینندگانمون بسیار سپاسگزار هستم. بدرود. خیلی ممنون. بدرود. خدا نگهدار.